بنشین، مرا که در دل شب در پناه ما خوشتر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نیست. قسمت پایانی. گفتم پول و جنس تو اتاق خوابن، برو بریم. بلند شدیم، هفتیر را تکان تکان داد و گفت خواهش میکنم اول بزرگتر. همینطور که از چند پله راه رو میگذشتیم تا به اتاق خواب برسیم، در ذهنم مجسم کردم که چه پیش خواهد آمد. با هم میرویم سمت تخت خواب و او پشت سرم میآید. کلتم را در میآورم، برمیگردم، به صورتش نگاه نمیکنم و شلیک میکنم. به همین راحتی، یا او میزد یا من. فقط این که نباید به صورتش نگاه بکنم. رسیدیم، به سمت تخت رفتم، بالش را برداشتم، کلت را برداشتم، برگشتم. دهانش باز مانده بود، چشمانش گشاد شده بود، میدانست که میمیرد. شلیک کردم. به عبارت دیگر میخواستم شلیک کنم. تک تک ذرات وجودم میخواست شلیک کند. شلیک کرد، به جز انگشت اشاره دست راستم. دوباره همان داستان، هفت تیرش را بلند کرد و به سمت من نشانه رفت. کار احمقانه بود آقای هانسن. به نظرم احمقانه نبود. گیر آوردن پول برای درمان آن هم یکی دو هفته بعد از اینکه بیماری آنقدر عود کرده بود که دیگر دیر شده بود، این احمقانه بود. مخلوط کردن والیوم و نوشیدنی احمقانه بود. اما وقتی زندگی خودت به تار مویی بسته باشد و نتوانی شلیک کنی، این دیگر ناتوانی ژنتیکی است. من اختلالی در تکامل بودم و انقراض آنی من خدمت به آینده بشر بود. به سر یا شکم؟ گفتم سر و به سمت کمد رفتم. کیف آبی کمربند پول و بستهای آمفتامین را بیرون کشیدم، برگشتم و با او رو در رو شدم. یک چشمش از بالای مگسک هفتیر دیده می شد و چشم دیگرش را محکم بسته بود و پنجه عقابیش دور ماشه حلقه زده بود. لحظه ای تردید داشتم که منتظر چیست، اما بعد متوجه شدم آشغال جمع کنها نمی خواست آنها که درست زیر پنجره ایستاده بودند صدای شلیک را بشنوند. درست زیر پنجره، طبقه اول، شیشه نازک. وقتی چرخیدم و از آن سپله پریدم و به سمت پنجره دویدم، فقط به یک چیز فکر میکردم: بقا. نمیتوانم به یقین بگویم جزئیات ما بقیه ماجرا حقیقت داشت یا نه، اما وقتی به سمت پنجره هجوم بردم و آن را مثل حباب صابون متلاشی کردم، به گمانم کیف یا شاید هم کلت را جلوی خودم نگه داشته بودم و یک لحظه بعد بین زمین و هوا داشتم سقوط میکردم. با شانه چپم روی سقف کامیون حمل زباله فرود آمدم. چرخیدم و فلزی را که زیر آفتاب داغ شده بود زیر شکمم حس کردم. از کنار کامیون پایین آمدم تا اینکه پای برهنه‌ام به زمین رسید و روی آسفالت قدم گذاشتم. سر و صداها خاموش شد و دو مرد که لباس سرهمی قهوه‌ای به تن داشتند خشکشان زده بود و فقط خیره نگاه می‌کردند. شلوار پیژامه‌ام را که پایین آمده بود بالا کشیدم و کیپ و کلت را برداشتم. به پنجره‌ام نگاهی انداختم. پشت چارچوب پنجره شکسته شده یونی ایستاده بود و به من نگاه می‌کرد. سرم را برایش تکان دادم. لبخندی یکوری تحویلم داد و انگشت اشاره‌اش را با آن ناخن بلندش به پیشانی برد. حالا که فکرش را می‌کنم، این حرکتش به نظرم نوعی ادای احترام بود. این دور من برده بودم، اما باز هم گذرمان به یکدیگر می افتاد. بعد برگشتم و در آفتاب صبح که هنوز کامل نشده بود در خیابان شروع به دویدن کردم. ماتیس درست می گفت، این چشمنداز، این سکون داشت مرا می گرفت. من سالها در اسلو تنها زندگی کرده بودم، اما اینجا بعد از فقط 3 روز تنهایی نوعی تنگنا شده بود. ماتمی خاموش، پس به فلات خلوت و آسمان گرفته و خاکستری بالایش خیره شدم و وقتی اثری از گوزن نیافتم به ساعت نگاهی انداختم. عروسی. تا آن زمان در هیچ عروسی شرکت نکرده بودم. این چه چیز یک مرد 35 ساله را می رساند؟ بی کس و کاری؟ بله. تصویر خودم را در سطل آب ورانداز کردم. دستی به کتم کشیدم. کلت را پشت کمرم در کمربند جا کردم و به سمت کاسوند راه افتادم. آنقدر دور شده بودم که وقتی ناقوس کلیسا دوباره به صدا درآمد میتوانستم روستا را ببینم. سرعتم را زیاد کردم. سردتر شده بود، شاید چون ابری بود، شاید به خاطر اینکه ممکن بود آنجا تابستان ناگهان به پایان برسد. هیچ کس دیده نمی شد، اما چند ماشین در مسیر سنگریز جلوی کلیسا پارک بودند و می توانستم صدای موسیقی ارگ را که از داخل می آمد بشنوم. یعنی عروس داشت به سمت محراب می رفت یا اینکه این صرفا بخشی از تمرین بود. همانطور که گفتم، تا آن زمان اصلا مراسم عروسی ندیده بودم. به ماشین های پارک شده نگاه کردم تا شاید ببینم عروس در یکی از آنها منتظر نشسته باشد تا مراسم ورودش به تالار شروع شود.
متوجه شدم اول پلاک تمام ماشین ها یک وای به نشانه فیلم مارک بود. تمامشان به استثنای یکی. یک استیشن واگن بزرگ و سیاه که روی پلاکش قبل از عددها هیچ حرفی درج نشده بود. از اسلو. از پله های کلیسا بالا رفتم و با احتیاط در را باز کردم. همان چند نیمکت هم پر بود. با این حال به آهستگی داخل شدم و روی آخرین نیمکت جایی برای نشستن پیدا کردم. صدای موسیقی ارگ متوقف شد و من به روبرو نگاه کردم. خبری از عروس و داماد نبود. پس دست کم می توانستم کل داستان را ببینم. چشمم افتاد به چند نفر با کت مخصوص سامی ها که جلویم بودند، اما تعدادشان کمتر از چیزی بود که انتظار داشتم در عروسی سامی ها ببینم. در ردیف جلو پس سر دو نفر آشنا را می توانستم ببینم. موهای قرمز و به هم ریخته کنوت و آبشار مشکی رنگ و درخشان گیسوان لیا. موهایش را با سرپوشی تقریبا پوشانده بود. از جایی که نشسته بود چیز زیادی معلوم نبود، اما لابد داماد با ساقدوشش نزدیک محراب نشسته بود به انتظار آمدن عروس. صدای خفیفی از پچ‌پچ و سرفه و گریه می آمد. چیزی در این مراسم سنگین و رنگین مرا به خودش جذب می کرد. کنوت سرش را برگرداند و به جمعیت نگاه کرد. سعی کردم نگاهش را متوجه خودم بکنم، اما مرا ندید یا دست کم لبخندم را جواب نداد. صدای ارگ دوباره بلند شد و جمعیت با شور و شوقی شگفت‌آور به وجد آمد. نزدیکتر خداوندگارم به تو. از سرودهای مذهبی خیلی سر در نمی آوردم، اما این یکی برای مراسم عروسی به نظرم انتخاب عجیبی بود. ضمناً تا آن زمان نشنیده بودم که آن را آنقدر آهسته و کند بخوانند. جمعیت حروف مثبت را تا جایی که نفس داشت می کشید. نزدیکتر به تو اگر حتی برانگیخته چلیپایی باشم. بعد از شنیدن حدوداً 5 بیت چشمهایم را بستم. شاید از سر خستگی زیاد، شاید هم به دلیل حس امنیت خاطری که بعد از آن همه شب زنده داری به واسطه بودن در میان جمع داشتم، در هر حال خوابم برد و با شنیدن صدایی با لهجه جنوبی بیدار شدم. بزاقم را از کنار لبم پاک کردم. شاید کسی به شانه مستومم سقل مزده بود. به هر حال درد میکرد. چشمهایم را مالیدم. روی انگشت‌هایم قی زرد رنگ چشمهایم را دیدم. زیر چشمی نگاهش کردم. مردی که لهجه جنوبی داشت اینکی بود با موی کم پشت و خاکستری و همان ردایی را به تن داشت که رویم انداخته بودم. گفت: اما او هم ضعف‌هایی داشت. ضعف‌ها، همان ضعف‌هایی که همه من داریم. او مردی بود که وقتی مرتکب گناه می‌شد می‌توانست از مواجهه بگریزد. کسی که مسیرش را گم کرده بود اما امیدوار بود اگر آفتابی نشود قائل خود به خود ختم می شود. اما همه می دانیم که هیچ کس می تواند از عقوبت خداوند در امان بماند و می دانیم که خداوند همیشه ما را خواهد یافت. اما او یکی از بره های گمراه عیسی هم بود، کسی که از آحاد مسیحیان منحرف شد، کسی که اگر هنگام مرگ از خداوند طلب عفو کند عیسی مسیح با بخشایندگیش شفاعتش را خواهد کرد. این مراسم عروسی نبود. خبری هم از عروس و داماد در محراب نبود. روی نیمکت نشستم و گردنم را دراز کردم. تازه دیدمش درست جلوی محراب، تابوتی بزرگ. با این حال شاید وقتی به آخرین سفرش می رفت امید داشت گذشتش به دست فراموشی سپرده شود، دین‌هایش تمام شوند، خطی بر گناهانش کشیده شود تا مجبور نباشد تاوانشان را بدهد. دروگر زمان او را چید، همانطور که همه من را خواهد چید. به در خروج نگاهی انداختم. دو مرد با دست‌های گره کرده جلویشان دو طرف در ایستاده بودند. هر دو به من خیره شده بودند. کت و شلوار سیاه، لباس حسابرس‌ها، استیشن واگن بیرون از اسلو. فریب خورده بودم. ماتیس را فرستاده بودند به کلبه تا مرا از سنگرم به روستا بکشاند، به یک مراسم کفن و دفن. به خاطر همین است که امروز در کنار این تابوت خالی ایستاده ایم. کفن و دفن من. عرق از پیشانیم سرازیر شد. نقششان چه بود؟ قرار بود چطور پیش برود؟ منتظر میماندند تا مراسم تمام شود یا اینکه همینجا جلوی دیده همه کارم را یکسره میکردند؟ به آرامی دستم را به پشتم بردم تا مطمئن شوم کلت سر جایش است. مجبور میشدم با تیراندازی خودم را از محلک نجات دهم یا اینکه قشقرخ به پا کنم، بایستم و به آن دو نفر دم در اشاره کنم و فریاد بزنم آنها قاتلهایی هستند که از اسلو آمدند و یک مواد فروش آنها را فرستاده. اما چه فایده اگر روستایی ها داوطلبانه به مراسم کفن و دفن غریبه ای از جنوب به اینجا آمده بودند؟ حتما فیشرمن به روستایی ها پول داده بود، حتی لیا را هم مجاب کرده بود در این نقشه هم دستش شود.
یا اگر هم حرف لیا درست بوده باشد و روسایی ها به مال و منال توجهی نداشتند، شاید افراد فیشرمن پشت سرم حرف درآورده بودند که من شیطان مجسم هستم. خدا میداند چطور این کار را کرده بودند، اما تنها چیزی که میدانستم این بود که باید از این وضعیت خلاص میشدم. از گوشه چشم دیدم یکی از آن دو حسابرس رو به دیگری کرد و چیزی در گوشش گفت. این تنها شانس من بود. دسته کلت را گرفتم و آن را از شلوارم بیرون کشیدم. ایستادم. باید همان زمان شلیک میکردم قبل از اینکه فرصت داشته باشند به سمت من برگردند. اینطوری مجبور نبودم صورتشان را هم ببینم. برای هوگو الیاسن، کسی که به رغم نامساعد بودن هوا تک و تنها به دریا زد، تا آنطور که می گفت زغال ماهی صید کند، یا شاید هم برای فرار از تاوان اعمالش. دوباره سر جایم نشستم و کلت را به کمربندم فرو بردم. ما مسیحی ها امید داریم که او در قایقش به زانو در آمد و دعا و طلب بخشش کرد و استدعای ورود به ملک بهش را داشت. بسیاری از شماها که اینجا جمعید او را بهتر از من می شناختید، اما افرادی که من با ایشان صحبت کردم اعتقاد داشتند و یقیناً همین کار را کرده است، زیرا او مردی خدا ترس بوده و من ایمان دارم که عیسی شبان ما او را به راه راست و به آحاد مسیحیان بازگردانده است. اینجا بود که متوجه شدم قلبم چقدر به تپش افتاده بود، انگار که میخواست از قفسه سینه هم بیرون بزند. جمعیت دوباره سرود را خواند. آهاد منزه و پرتبان. شخصی به من نسخه باز شده از کتاب سرودهای لاندستاد را داد و با سرش دوستانه به صفحه زردی در آن اشاره کرد. از بیت دوم با آنها همراه شدم. با خیال راحت و دلی آسوده قدردانی دست روزگار را کردم که به من اجازه داده شد دست کم کمی بیشتر زنده بمانم. بیرون کلیسا ایستاده بودم و استیشن واگن سیاه را نگاه می کردم که تابوت را با خود می برد. پیر مردی که کنارم ایستاده بود گفت: تاب قبر آدم توی آب باشه بهتر از اینه که قبر نداشته باشه. گفت: تو باید همونی باشی که تو کلبه شکار ساکنه. و از کنار نگاهی به من انداخت. سیاه خروزم گیرت اومده تا حالا؟ نه خیلی. گفت: معلومه که نه، اینطور بود با صدا شلیکو میشنیدیم. تو همچه هوایی صدا خیلی میپیچه. سرم را به نشانه تایید تکان دادم. چرا این نشکش پلاک اسلو داره؟ آه، اون کار آرونسنه، خیلی علی خود نماییه، اون از اسلو خریده، لابد خیال کرده اینطوری شیکتره. لیا به همراه مردی قد بلند و موبور روی پله های کلیسا ایستاده بود. افرادی که در صف ایستاده بودند تسلیت بگویند خیلی زود سر و سامان پیدا کردند. درست قبل از اینکه ماشین از دیدرس خارج شود، لیا با صدای بلند گفت: خب همه تون برای صرف قهوه به خونمون دعوتید، از همه تون ممنونم که اومدید. اونایی هم که خونه تشریف نمیارن سفرشون بی خطر. به نظرم آمد تصویر ایستادن او در کنار آن مرد به طرز عجیبی برای ما آشنا بود. انگار این صحنه را قبلا دیده بودم. باد تندی وزیدن گرفت و مرد قد بلند کمی تلو تلو خورد. پرسیدم: اون مرد کیه کنار بیوه وایستده؟ اوه، برادر مرحومه. البته عکس عروسی دقیقا همین جا گرفته شده بود، روی پله های کلیسا. دو قلو بودن؟ پیر مرد گفت: دو قلو از هر لحاظ. بریم کیک قهوه بخوریم؟ ماتیزو ندیدین؟ احتمالاً امروز رفته عروسی میگال توی سیبی کاگیج. کجا؟ ترانس تینسلتا، اون پایین کنار صخره روغن جگر ماهی کاد. به سمت دریا اشاره کرد، جایی که یادم آمد اسکله را دیده بودم. اون کافرا بوتای دروغیشونو همونجا میپرستن. شانه هایش رو بالا انداخت. خب دیگه بریم.
در سکوتی که حاکم شد به نظرم آمد صدای ضعیف طبل کوبی و موسیقی به گوشم می رسید. سرم را برگرداندم و لیا را از پشت سر دیدم که داشت به سمت خانه می رفت. دستای کنوت را محکم در دستش گرفته بود. برادر مرد مرده و دیگران در صفوفی منظم و ساکت آنها را با فاصله دنبال می کردند. با زبانم دور لبهایم را که هنوز به خاطر خواب خشک بودند تر کردم، به خاطر زهر ترک شدنم. گفتم قهوه الان می چسبه. خانه با آمدن آن همه آدم جور دیگری شده بود. راهم را از میان جمعیتی که نمی شناختمشان باز کردم، افرادی که با چشم‌ها و سوال‌های به زبان نیاوردشان مرا دنبال می کردند. ظاهراً همه همدیگر را می شناختند. او را در آشپزخانه و در حال بریدن کیک پیدا کردم. گفتم تسلیت می گم. ممنونم. توی کلبه چطوره؟ خوبه، ممنون. دارم میرم اونجا. تو کلیسا نتونستم تسلیت بگم، گفتم بیام اینجا. نمیخواد به این زودی بری اولف. یه تیکه کیک بخور. به کیک نگاه انداختم. کیک دوست نداشتم، هیچ وقت نخورده بودم. مادرم همیشه میگفت بچه عجیب و غریبی بودم. گفتم باشه. خب خیلی ممنون. چندین نفر پشت سرمان داشتند وارد می شدند. من هم بشقاب و کیک را برداشتم و به سمت نشیمن رفتم. کنار پنجره ایستادم و حس کردم همه داشتند در سکوت مرا می پاییدند. به آسمان نگاه کردم، انگار که نگران باریدن باران باشم. سلام خدا بر شما. برگشتم. مردی که جلویم ایستاده بود به جز کمی رنگ خاکستری روی شقیقش، همان موهای مشکی لیا را داشت، همان نگاه مستقیم و جسور. نمیدانستم باید چه جوابی بدهم. تکرار سلام خدا بر شما مصنوعی به نظر می رسید، اما سلام هم خیلی غیر رسمی بود، کمی هم گستاخانه. در نهایت دست به دامن یک روز خوش خشک و رسمی شدم که حتی شاید برای چنان موقعیتی نامناسب بود. من یعقوب سارا هستم. اولف هانسن. مبهم میگه شما جوک بلدید بگید. جدا؟ اما نمیتونست به هم بگه شغل شریف شما چیه و اینکه اینجا توی کسند چی کار میکنید. فقط گفت شما تفنگ داماد منو گرفتید و اینکه اهل ایمان نیستید. سرم را به آرامی تکان دادم، از آن تکانهایی که نه نشانه تأیید است و نه تکذیب، اما فقط نشان می‌دهد چیزی را که گفته شده شنیده اید. بعد یک تکه بزرگ از کیک را در دهانم چپاندم تا چند ثانیه مهلت داشته باشم فکر کنم. همینطور می‌خوردم و سرم را تکان می‌دادم. مرد ادامه داد: البته به من ربطی نداره، نه این قضیه و نه این که تا کی می‌خواید بمونید، اما می‌بینم که کیک بادوم دوست دارین. همینطور که داشتم سعی می‌کردم کیک را قورت بدهم، چشم در چشم نگاهم می‌کرد. بعد دستش را روی شانه مصدومم قرار داد. یادت باشه جوان، لطف خدا بند بی حد و مرزه. مکسی کرد و من گرمای دستش را حس کردم که در تار و پود لباسم پخش می‌شد و به پوستم می‌رسید. تقریباً. لبخندی زد و از من دور شد و به سمت عزاداران دیگر رفت. صدای ضعیف سلام خدا بر شما که به یکدیگر میگفتند به گوشم میرسید. اولف. مجبور نبودم برگردم تا ببینم چه کسی است. میای مخفی بازی؟ سرش را بالا داده بود و با چهره‌ای مصمم به من نگاه میکرد. کنوت من دارم. خواهش میکنم. سرم را پایین انداختم و نگاهی به باقی مانده کیک کردم. مخفی بازی چیه؟ جوری مخفی میشه که هیچ آدم بزرگی نفهمه. نباید بدوی یا داد بزنی یا بخندی، نباید هم جاهای تابلو مخفی شی. ما همیشه موقع مراسم کلیسا اینو بازی میکنیم، خوش میگذره. اول من چشم میذارم. دور و برم را نگاه کردم. هیچ بچه ای جز کنوت نبود، تنها در مراسم پدرش. مخفی بازی. چرا که نه؟ در گوشی گفت تا 33 میشمارم از همین حالا. رویش را به سمت دیوار برگرداند، انگار که به عکس عروسی والدینش نگاه کند. من هم بشقابم را کنار گذاشتم و با احتیاط از نشیمن به سمت راه رو رفتم. به آشپزخانه سرک کشیدم.
اما لیا دیگر آنجا نبود. بیرون رفتم. باد شروع به وزیدن کرد. دور ماشین قدیمی چرخیدم. همینطور که باد میوزید چند قطره باران روی شیشه جلو نشست. رفتم پشت خانه. به دیوار زیر پنجره باز اتاق کار تکیه دادم. سیگاری روشن کردم. وقتی صدای باد فروکش کرد، صداهایی از اتاق کار به گوشم خورد. با صدای خشن، خیلی که بدو میکنی لیا. هم آخرش کوتاه میای. تسلیم حرف مردت میشی. همونطور که تسلیم هوگو شدی. همونطور که تسلیم پدرت شدی. همونطوری هم تسلیم من میشی. امکان نداره. این تو خانواده ما رسمه لیا. هوگو برادرم بود. حالا که رفته مسئولیت تو و کنوت با منه. آوه بس دیگه. از پدرت بپرس. سکوتی حکم فرما شد و من نمیدانستم باید تکان بخورم یا نه. همانجا ایستادم. در با صدای بلند به هم خورد. باز هم صدای فحش زیر لبی شنیدم. چیزی به زمین افتاد. دقیقاً همان موقع سرکله کنوت پیدا شد. دهانش را باز کرد تا جیغ بزند. من هم خودم را آماده کردم تا جیغش مخفیگاهم را برملا کند. اما صدایی نیامد. درست مثل فیلم های صامت. مخفی بازی. سیگار را به طرفی پرت کردم و با عجله به طرف کنوت رفتم و دستهایم را به نشانه تسلیم بالا بردم. او را به سمت گاراژ راهنمایی کردم. گفتم حالا من تا 33 میشمرم. و رویم را به سمت فلکس قورباغه‌ای قرمز مادرش برگرداندم. صدای دویدن و دور شدنش و بعد صدای باز شدن در ورودی خانه را شنیدم. وقتی شمارش تمام شد به داخل خانه برگشتم. لیا در آشپزخانه تنها بود و داشت سیب زمینی پوست می‌کند. با آرامی گفتم سلام. سرش را بالا آورد. گونه هایش سرخ شده بود و چشم هایش پرتلالو. بینیش را بالا کشید و گفت ببخشید. کاش امروز برای شام درست کردن کمک میگرفتی. همشون میخواستن کمک کنن اما فکر کنم بهتر آدم خودشو مشغول کنه. همینطور که پشت میز آشپزخانه مینشستم گفتم شاید اینطوری بهتره. متوجه شدم خودش را کمی جمع و جور کرد. گفتم نمیخواد چیزی بگیم. فقط میخواستم قبل از رفتنم یکم بشینم. اون طرف راستش چیزی ندارم که با کسی دربارش حرف بزنم. به جز کنات. بیشتر اون حرف میزنه. پسر باهوشیه. نسبت به سنش خیلی عقلش کار میکنه. خیلی چیزا داره که بهشون فکر کنه. بینیش را با پشت دستش پاک کرد. آره. حس کردم میخواهم چیزی بگویم. کلمات داشتند جاری میشدند اما مطمئن نبودم کدامشان میخواستند بیرون بیایند. وقتی بیرون آمدند انگار خودشان را سر و سامان داده بودند و تحت فرمان من نبودند. با این حال زاده ی منطق روشنی بودند. گفتم اگه خواستی با کنوت مستقل باشی اما نمیدونستی چطور حاضرم کمکت کنم. سرم را پایین انداختم و به دستهایم نگاه کردم. شنیدم صدای پوست کندن متوقف شد. منظور چیه اولف؟ درست است. واقعا منظورم چه بود؟ این افکار از زمانی به ذهنم خطور کرده بود که زیر آن پنجره ایستاده بودم. گفتم اگه احیانا غیبم زد پشت اون الوار شله کنار کابینت دیواری رو بگرد پشت خزه ها. پوسکیر از دستش افتاد توی سینک و با قیافه این نگران رو به من کرد. حالت خوبه اولف؟ سر تکان دادم. با آن نگاه سرد و غمگینش به من خیره شد. همان نگاهی که اوه دیده بود و دوچارش شده بود. حتما دیده بودش. گفت گمونم درست نیست اینطوری فکر کنی. خیالت از بابت من و کنات راحت باشه. یه جوری سر میکنیم. هی دنبال اینه که پولتو یه جایی خرج کنی. خیلی از مردم روستا هستن که بعضشون بدتر از ماست. حس کردم گونه هایم گل انداخته. به من پشت کرد و دوباره پوست کندن را از سر گرفت. وقتی صدای صندلیم بلند شد دوباره دست نگه داشت. گفت ولی ممنونم که اومدی. کنات از دیدنت خیلی خوشحال شد. گفتم خواهش میکنم. و به سمت در رفتم. و اینکه چی؟ دو روز دیگه اینجا مراسم دعا برگزار میشه ساعت 6. همونطور که قبلا هم گفتم تو هم با کمال میل دعوتی. کنوت را در اتاقی که به گمانم اتاق خودش بود پیدا کردم. پاهای نحیفش از زیر تختش بیرون زده بود. یک جفت کفش فوتبال پایش بود که لابد دست کم دو سایز برایش کوچک بودند. همچنان که بیرون میکشیدمش و روی تخت میانداختمش هر هر میخندید. گفتم من دیگه باید برم.
به این زودی؟ آخه توپ فوتبال داری؟ با حرکت سر گفت که دارد، اما لب پایینش آویزان شد. خوبه، پس میتونی با دیوار گاراژ تمرین شوت کنی. یه دایره بکش تا جایی که میتونی دقیق هدف گیری کن. بعد توپ برگشتی رو بگیر. اگه هزار بار این کارو بکنی، بعد از تابستون که بازیکنای دیگه تیم به خونه برگشتن، تو از همشون بهتر شدی. من تو تیم نیستم. میری تو تیم اگه کاری رو که بهت گفتم انجام بدی. من تو تیم نیستم چون اجازه ندارم. اجازه نداری؟ مامان میگه اشکال نداره، اما بابا بزرگ میگه ورزش حواست از خدا پرت میکنه. میگه بقیه دنیا میتونن یک شنبه ها جیغ و داد بکنن و دنباله یه توپ بدن، اما یک شنبه ها برای ما روز دعا و نیایشه. به دروغ گفتم میفهمم. پدرت چی میگفت؟ پسرک شانش رو بالا انداخت. هیچ. هیچی؟ براش مهم نبود. تنها چیزی که براش مهم بود، کنوت مکس کرد. عشق در چشمهایش حلقه زد. دستم را دورشان اش بردم. لازم نبود بشنوم، چون خودم می دانستم. حقوهای زیادی دیده بودم. بعضیشان مشتری من بودند. خودم شیفته چنان فراری بودم، چنان مفری. همینطور آنجا نشسته بودم و حس می کردم پسرک به من تکیه داده و حقیقی بی صدا بدن گرمش را تکان می داد. دائم به این فکر می کردم که آن چیزی بود که هیچ پدری نمی توانست از دستش خلاص شود، حتی اگر می خواست از دستش فرار کند. هم نعمت بود و هم لعنت که تو را سفت به سکان بسته بود. اما من کی بودم که بخواهم درباره اش چیزی بگویم؟ من اینکه خواسته یا نخواسته، قبل از اینکه او حتی به دنیا بیاید، کشتی را ترک کرده بودم. کنوت را رها کردم. گفت میای مراسم دعا؟ نمیدونم، اما باهات یه کار دیگه دارم. باش. مثل مخفی بازیه، نباید به هیچ کی چی بگی. آخ جون، اتوبوس چند وقت یه بار میاد؟ چهار بار تو روز، دوتا از جنوب، دوتا از شرق، دوتا روز، دوتا شب. خوبم، من میخوام وقتی اتوبوس روز از جنوب میرسه اونجا باشی. هر وقت هر غریبه پیاده شد یه راست بیا پیش من. نه میدوی، نه فریاد میکنی، نه چیزی میگی. اگه ماشینی با پلاک اسلو اومدم همینطور، فهمیدی؟ هر بار 5 کرون بهت میدم. مثل مأمور مخفی؟ آره، یه چیزی تو همه مایا. اونایی هستن که میخوان تفنگتو بیارن. میبینمت کنوت. دستی به سرش کشیدم و بلند شدم. در راه خروج مرد قد بلند موبور را دیدم که تلو تلو خوران از دستشویی بیرون میامد. همینطور که با کمربندش کلنجار میرفت، صدای سیفون را از پشت سرش شنیدم. سرش را بلند کرد و به من نگاهی انداخت. اوه الیاسه. در جاده به یکی از ایستگاه‌های نزدیک رسیدم. باد صدای کوبش طبل‌ها را با خود می‌آورد، اما من آتشم را فرو نشانده بودم. احساس نیازم به دیدن دیگران را برآورده بودم. فکر کنم وقتش است بروم خانه و یک دل سیر گریه کنم. این را گاهی تورالف آخر شب‌ها می‌گفت. اینکه اتفاقاً تورالف دقیقاً همین کار را می‌کرد، مسئله دیگری است. آن یارو عصبانی را بگذار. این را وقتی به خانه می‌رسید می‌گفت. بیا به اعماق سفر کنیم. نمیدانم واقعا از چارلز مینگس یا بقیه آهنگ‌های جزمن اصلا خوشش می‌آمد، یا اینکه فقط می‌خواست همنشین یک جازده مفلوک دیگر باشد. اما هر از گاهی من و تورالف همزمان به ظلمات شب می‌زدیم. می‌خندید و می‌گفت حالا هر دومان مفلوک به تمام معنا هستیم. من و تورالف نامش را سیاه‌چاله گذاشته بودیم. من مطالبی می‌خواندم درباره شخصی به نام فینکلشتاین که کشف کرده بود چاله‌هایی در فضا وجود دارند که اگر زیاد به آنها نزدیک شوی همه چیز را به داخل خود می‌کشند، حتی نور را، و اینکه آنقدر سیاهند که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند. این هم دقیقاً همان طوری بود. چیزی را نمی‌توانستی ببینی، زندگیت را می‌کردی و یک روز عیناً حس می‌کردی ناگهان در میدان گرانشی گرفتار شده‌ای و بعد گم شده‌ای. تو به درون سیاه چاله نومیدی و یأس بی‌پایان کشیده شده‌ای و آنجا تصویر همه چیز قرینه چیزی بود که در جهان خارج وجود داشت، و دائم از خودت می‌پرسیدی اصلاً دلیلی برای امید وجود دارد؟ دلیل محکمی برای مایوس نبودن هست؟ چاله‌ای بود که در آن فقط بایست می‌گذاشتی زمان سپری شود. آهنگی از یکی مایوس‌تر از خودت، مرد عصبانی جاز یعنی چارلز مینگس، می‌گذاشتی و امیدوار بودی تا از آن سر چاله سر در بیاوری، درست مثل آلیس که از چاله خرگوشش بیرون می‌زد.
اما طبق گفته فینکلشتاین و دیگران آن طرف هم درست شبیه این طرف بود، فقط سرزمینی پر از عجایب و تصاویر قرینه بود. نمیدانم، اما به نظرم این هم آیینی است منطقی و معتبر مثل سایر آیین‌ها. به انتهای مسیر نگاه کردم. در دوردست به نظر می رسید جاده بالا می رود و در ابرها ناپدید می شود. همان جاها بود که آن شب بلند آغاز شد. دو روز ابرها پایین آمده بودند، اما قطره ای باران پس نمی دادند. زمین می چرخید اما خورشید را نمی دیدم. ساعتها حتی بیشتر از همیشه یک نواخت می گذشتند. سعی کردم بخوابم، اما متوجه شدم بدون والیوم امکان ناپذیر است. داشتم دیوانه می شدم. دیوانه تر. کنوت راست می گفت. هیچ چیز بدتر از این نیست که ندانی کی گلوله‌ای به سراغت می آید. شب دوم طاقتم تاق شد. ماتیس گفته بود عروسی 3 روز طول می کشد. خودم را در نهر شستم. دیگر به پشه ها توجه نداشتم. دیگر فقط وقتی اذیت می شدم که روی چشمهایم، در دهانم یا روی نان فرود می آمدند. شانه هم دیگر درد نمی کرد. خنده دار بود، اما روز بعد از مراسم کفن و دفن که از خواب بیدار شدم دیگر خبری از درد نبود. به گذشته فکر کردم. سعی کردم به خاطر بیاورم کار خاصی برای تسکین درد شانه هم انجام دادم یا نه، اما چیزی به ذهنم نمی رسید. بعد از حمام پیراهنم را آب کشیدم، چلاندم و پوشیدم. امیدوار بودم تا رسیدنم به روستا نسبتاً خشک شده باشد. مطمئن نبودم کلت را بردارم یا نه. در نهایت تصمیم گرفتم بر ندارمش و آن را پشت خزه ها کنار کمربند پول پنهان کردم. به تفنگ و جعبه فشنگ نگاهی انداختم. حرف ماتیس را در ذهنم مرور کردم. اینکه هیچ کس تا آن زمان هیچ چیزی در کاساند ندزدیده بود دلیلش این بود که چیز دندانگیری برای دزدیدن وجود نداشت. پشت تخت جا برای تفنگ نبود. در نتیجه آن را در نمد سقف سازی که زیر تخت پیدا کردم پیچیدم و زیر 4 سنگ کنار نهر پنهانش کردم. بعد رفتم. با اینکه باد شدید بود، یک چیز سنگین در هوا بود که اسم کردم به شقیقه‌ام فشار می آورد. گویا رعد در راه بود. شاید جشن‌ها تمام شده بود، اما همینطور که نزدیکتر می شدم همان صدای کوبش طبلی را شنیدم که 2 روز پیش شنیده بودم. از کنار کلیسا عبور کردم و به سمت اسکله رفتم. دنبال صدا راه افتاده بودم. از مسیر بیرون زدم و به سمت شرق تا بالای تپه رفتم. روبرویم پرتگاهی سنگلاخی و خاکستری می دیدم که تا دریای نیلی کشیده شده بود. در گردنه پرتگاه درست زیر پایم قطعه زمینی مسطح و هموار بود. کنار صخره شبیه به اوبلیسک با ارتفاعی حدود 5 یا 6 متر که از زمین بیرون آمده بود آتش بزرگی روشن کرده بودند. دور صخره 2 ردیف سنگ کوچکتر چیده شده بود. سنگ‌ها هیچ تناسب یا الگوی مشخصی نداشتند، اما شبیه به پی ساختمانی بودند که ساختش هرگز تمام نشده بود، یا شاید هم محل ساختمانی که فرسوده، تخریب یا سوزانده شده بود. به سمت آنها راه افتادم. جوان قد بلند و موبوری که کت سامی پوشیده بود فریاد زد: سلام، شما؟ اولف. همون جنوبیه. دیر اومدن بهتر از نیومدن. خوش اومدی. خودش را جمع و جور کرد و دستش را دراز کرد. کارنلیوس، پسرموی دوام ماتیس. بله. اصلا دوست نداشتم به او دست بدم. گفتم از صخره روغن جگرمایی کادینه. معبد مخروبه است؟ ترانزینن؟ کارنلیوس سرش را به نشانه تکذیب تکان داد. نه، بیوه بلا بنداختش اونجا. جدن؟ کی هست؟ یه سامی خیلی قوی، شاید یه نیم خدا. نه رب خدا. خب چرا رب خدایان صخره پرت میکنن اینجا؟ چرا همه صخره سنگین پرت میکنن؟ واسه اینکه اثبات کنم میتونن دیگه. خندید. چرا زودتر نیمده آلوی؟ جشن دیگه تقریبا تمومه. بعد از حدود 1 ساعت خسته شدم، اما نمیخواستم قهوه درست کنم و با دود آتش به هر کسی که در شعاع چند کیلومتری اینجا بود علامت بدهم که برگشتم. ای کاش باران میبارید. ای کاش این ابرها بارشان را زمین میگذاشتند. ای کاش اتفاقی میافتاد. این انتظار لعنتی داشت دیوانم میکرد. دوربین را پایین آوردم. چند لحظه چشمهایم را بستم. از کلبه بیرون آمدم و به سمت گوزن رفتم. محتاطانه به من نگاه کرد اما حرکت نکرد. شاخهایش را نوازش کردم. بعد پشتش سوار شدم. گفتم نارا حیوان. چند قدم برداشت. ابتدا با تردید. آه. بعد محکمتر. بعد سریتر.
به سمت روستا. زانوهایش صدای تق می داد، سری و سری تر، درست مثل صدای دستگاه سنجش پرتو افشانی که به بمب اتم نزدیک می شود. کلیسا سوخته بود، مطمئنن آلمان ها آنجا بودند، شکار اعضای جنبش مقاومت. اما خرابه ها هنوز سرپا بودند، داغ و آرام می سوختند، سنگ و خاکستر. دور سنگ های سیاه می رقصیدند. ردای کشیش از دود سیاه شده بود و جلویش عروس و دامادی ایستاده بودند. لباس عروس سیاه و لباس داماد سفید، از کلاه لبدارش گرفته تا کفش های چوبیش. صدای آواز خاموش شد و نزدیکتر رفتم. گفت: به نام دولت نروژ شما را زن و شوهر می خوانم. بعد چکش قاضی ها را بلند کرد و روی نرده نیم سوز سیاه رنگ محراب کوبید. یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه. از خواب پریدم، به حالت نشسته سرم را به دیوار تکیه دادم. لعنتی، این کابوس ها امانم را بریده بودند. اما صدای ضربه هنوز می آمد. قلبم از تپش افتاد و به در خیره شدم. تفنگ به دیوار تکیه داده بود. بدون آنکه از صندلی بلند شوم آن را برداشتم، قنداقش را به شانم تکیه دادم و گونه‌ام را کنارش گذاشتم. انگشتم روی ماشه. نفسم را که تازه متوجه شدم حبس کرده بودم رها کردم. دو ضربه دیگر. بعد در باز شد. آسمان صاف شده بود و شب بود. چون در به سمت غرب باز می شد، آفتاب پشت سرش افتاده بود. در نتیجه تنها چیزی که می دیدم یک شبح تیره بود که حاله ای از نور نارنجی اطرافش بود. در پس زمینه تپه های کوتاه. می خوای به من شلیک کنی؟ گفتم ببخشید و تفنگ را پایین آوردم. فکر کردم سیاه خروسه. خنده زنانه‌اش از ته دل و واقعی بود، اما در صورتش سایه افتاده بود و برق چشمهایش را فقط میتوانستم تصور کنم. یونی رفته بود. لیا گفت همین امروز با اتوبوس جنوب رفت. کنوت را فرستاده بود آب و چوب بیاورد، قهوه میخواست و البته توضیح درباره این که چرا باید یک جنوبی بیاید و سراغ مرا از او بگیرد. شانه بالا انداختم. جنوبی زیاد پیدا میشه. دنبال چی بود؟ گفت خیلی دوست داره با تو صحبت کنه درباره کاروبار. گفتم آره. اسمش یونه نبود؟ همونی که شبیه آبچراز؟ جواب نداد، فقط آن طرف میز نشسته بود و سعی میکرد توجه مرا جلب کند. فهمیده بود اینجا تو کلبه چه کاریو، به یکی گفته بود راهو نشونش بده، اما اون موقع تو اینجا نبودی. بعد یکی بهش گفت بعد مراسم کفن و دفن اومدی خونه من. اونم حتما فکر کرده من چیزی میدونم. تو چی بهش گفتی؟ گذاشتم توجهم را جلب کند، حالت صورتم را بررسی کند. من خیلی چیزها برای پنهان کردن داشتم و هیچ چیز نداشتم. آهی کشید. گفتم برگشتی جنوب. چرا اینو بهش گفتی؟ بچه که نیستم، نمیدونم تو چه درد سری افتادی و نمیخوام هم بدونم، اما نمیخوام باعث شم اوضاع از اینی که از بدتر بشه. بدتر؟ سرش را به نشانه تأسف تکان داد. شاید معنایش این بود که حرفش را درست مطرح نکرده، یا اینکه من درست متوجه نشده بودم، یا شاید نمیخواست درباره این موضوع حرف بزند. از میان یکی از شکاف‌های پنجره به بیرون نگاه انداخت. سر و صدای کنوت که بیرون با شور و شوق چوب خورد می‌کرد به گوش ما می‌رسید. طبق گفتهاش اسمت یونه نه اولف. تو اصلا باورت شد من اسمم اولف باشه؟ نه. با این حال اونو فرستادی دنبال نخودسیا. دروغ گفتی. کتابتون درباره این چی میگه؟ با سر اشارهی به سمت کنوت کرد. میگه باید مراقبت باشیم. کتاب درباره اینم یه چیزایی گفته. کمی در سکوت نشستیم. ممنونم بعد مراسم حواست به کنوت بود. خواهش میکنم. حالش چطوره؟ خوبه. خودت چی؟ شانه هایش را بالا انداخت. زن ها همیشه یه راهی پیدا میکنن کنار بیان. صدای خورد کردن چوب ها متوقف شد. به زودی کنوت میامد. دوباره به من نگاه کرد. چشمهایش به رنگی در آمده بود که تا آن موقع نظیرش را ندیده بودم و نگاهش بسیار گزنده بود. نظرم عوض شد. میخوام بدونم از چی فرار میکنی. تصمیم اولت عاقلانه تر بود. من بگو. واسه چی؟ چون اعتقاد دارم آدم خوبی هستی و گناه های آدم های خوب همیشه بخشیده میشه.
اگه اشتباه کنی چی؟ اگه آدم خوبی نباشم چی؟ نتیجهش این میشه که توی جهنمی که میگه میسوزم؟ لحنم بیشتر از چیزی که میخواستم تند شده بود. اشتباه نمی کنم اولف، چون میتونم ببینمت. میتونم ببینمت. نفس عمیقی کشیدم. هنوز نمیدانستم که کلمات از دهانم بیرون میامدند یا نه. به درون چشمهایش کشیده شده بودم. آبی، آبی دریایی که زیر پاهایت میبینی وقتی 10 ساله‌ای و روی صخره‌ای ایستاده‌ای و تمام وجودت میخواهد بپری، به جز پاهایت که تکان نمیخورند. ناخودآگاه گفتم شغل من تعقیب به دکارای مواد فروش و کشتن آدم ها بود. از رئیسم پول بلند کردم، الان دنبالمه. پایکنوت پسر 10 سالتم به این قضیه باز کردم، بهش پول میدم تا برام جاسوسی کنه. خب همش هم این نیست، اگه هر چیز مشکوکی رو به گوشم برسونه پول بهش میدم. مثلا اگه کسی رو ببینه که در صورت لزوم یه پسر بچه‌رم میکشه. یک سیگار از پاکت درآوردم. حالا بخشش من چطوری هست؟ تا دهانش را باز کرد که نوتم در را باز کرد. چوب‌ها را روی زمین جلوی اجاق پایین انداخت و گفت این از این گشنمه. لیا به من نگاه کرد. گفتم من کنسرو کوفته ماهی دارم. کنوت گفت نمیشه ماهی کاد تازه بخوریم به جاش؟ متاسفانه ندارم. اینجا که نه، تو دریا. میتونیم بریم ماهی گیری. میشه بریم؟ میشه بریم؟ میشه بریم مامان؟ لیا به آرامی گفت الان نصف شبه. هنوز به من زل زده بود. کنوت بالا و پایین پرید و گفت خب بهتره وقت ماهی گیریه دیگه. تو رو خدا مامان. ما قایق نداریم کنوت. چند لحظه طول کشید تا کنوت حرف مادرش را متوجه بشود. به کنوت نگاه کردم، چهرهش گرفته بود. بعد دوباره سر حال آمد. میتونیم قایق بابا بزرگو برداریم، تو آشیونه قایقه. خودش گفت میتونم برش دارم. خودش گفت؟ آره کات کات، تو هم از کات خوشت میاد اولف، مگه نه؟ با نگاه خیره لیا مواجه شدم و گفتم عاشقشم، اما نمیدونم مادرت الان کاد بخواد یا نه. معلومه که میخواد، مگه نه مامان؟ مامان. لیا جوابی نداد. مامان. لیا گفت خب بذاریم اولف تصمیم بگیره. پسرک خودش را بین میز و صندلی من جا کرد و مجبورم کرد نگاهش کنم. اولف. چیه کنوت؟ تصمیم با توه. آشیانه قایق‌ها حدوداً 100 متری اسکله بود. بوی جلبک گندیده و آب شور خاطرات محوی از تابستان را به یادم می‌آورد. چیزی درباره سرم که از جلیقه نجات خیلی تنگی بیرون زده بود. پسرم مویی که پوز می‌داد با ثروتشان می‌توانند یک قایق و یک کلبه داشته باشند و عمویی که صورتش سرخ شده بود و چون نمی‌توانست موتور قایق را روشن کند ناسزا می‌گفت. داخل آشیانه تاریک بود و بوی مطبوع توتون می‌آمد. هر چیزی که برای ماهیگیری لازم داشتیم در قایق مهیا بود و تیغه زیر قایق روی اسکلتی چوبی قرار گرفته بود. این واسه قایق پارویی یه ذره بزرگ نیست؟ فکر میکردم طولش 5 یا 6 متر باشد. لیا گفت این اندازش تازه متوسطه. بیاین باید هممون با هم حلش بدیم. کنوت گفت قایق بابا خیلی بزرگتر بود، یه قایق 10 پارویی با دکل. قایق را راه انداختیم و توانستم بدون اینکه پاهایم زیاد خیس بشوند خودم را بالا بکشم. 2 پارو را سر جایشان قرار دادم و با آهنگ آرام و محکم پارو زدم و از ساحل دور شدیم. آن تابستانی را یادم آمد که من یتیم و مفلس مهمان عمویم بودم و چقدر سعی می‌کردم بهتر از پسر عمویم پارو بزنم. با این حال به نظرم لیا و کنوت تحت تاثیر پارو زدنم قرار نگرفتند. کمی که دور شدیم پاروها را به داخل قایق آوردم. کنوت به عقب قایق خزید، روی لبه قایق خم شد، ریسمان ماهیگیری را انداخت و به آن خیره شد. از نگاه مبهوتش معلوم بود که اسب خیالش را رمانده. جلیقه ای را که در آشیانه به قلابی آویزان بود درآوردم و گفتم آفرین پسر. لیا سرش را تکان داد. هیچ بادی نمی وزید و دریا یا آنطور که لیا و کنوت می گفتند اقیانوس مثل آینه می درخشید. آنقدر بی حرکت و جامد بود که به نظر می رسید می توانیم به سمت دیگه جوشان خورشید که از سوی شمال به افق مماس شده بود رویش قدم برداریم. لیا گفت کنوت گفته کسی تو خونت منتظرت نیست. سرم را تکان دادم. خوشبختانه همینطوره. عجیبه. چی؟ هیچ کیو نداشته باشی، هیچ کی بهت فکر نکنه، هیچ کی مراقبت نباشه یا مراقب هیچ کی نباشی. همینطور که قلاب را از یکی از ریسمان ها در می آوردم گفتم
یه بار سعی کردم اما موفق نشدم. یعنی نتونستی از پس ای خانواده بر بیای؟ گفتم نتونستم مراقبشون باشم. من همونطور که تو الان باید فهمیده باشی مردی نیستم که بشه بهش تکیه کرد. میدونم چی میگی الف، اما مطمئن نیستم درست باشه حرفت. چه اتفاقی افتاد؟ تومه قاشقی رو از ریسمان بیرون آوردم. چرا هنوز الف صدام میزنی؟ خب این همون اسمیه که خودت بهم گفتی، پس منم از همون استفاده میکنم، مگه اینکه بخوای با یه اسم دیگه صدات کنن. همه حق دارن چند وقت یه بار اسمشون عوض کنن. از این جزیره تقریبا مدور که به طور غیر منتظره و مرموزی از فلات پوشیده از بوته به دریا پرت شده بود تا خشکی فقط چند صد متر فاصله بود، کنوت کفشهایش را درآورد، در آب به سمت ساحل رفت و قایق را به صخره‌ای بست. لیا دل و روده ماهی را درآورد و تمیزش کرد. من و کنوت هم آتش روشن کردیم. کنوت گفت یه بار انقدر ماهی گرفتیم مجبور شدیم واسه خالی کردن قایق فرغون بیاریم. آب از لب و لوچه‌اش آویزان شده بود. اصلا یادم نمی آمد دوران بچگی اینقدر ماهی دوست داشته باشم. شاید به خاطر این بود که معمولا به صورت تکه های کاملا سرخ شده یا ماهی لقمه سرو می شد. لیا فویل نقره ای را دور ماهی درسته کشید، آن را مستقیم روی شعله آتش قرار داد و گفت می بینم که کلی غذا داریم. 10 دقیقه. کنوت از ذوق غذا به پشت کمرم پرید. از جایم که خواستم بلند شوم هنوز آویزانم شده بود و داد می زد مسابقه کشتی جنوبی باید بمیره. فریاد زدم یه پشه پشتمه و جفتک پرانی کردم و او مثل مسابقات گاو سواری پشتم بالا و پایی می رفت تا اینکه با جیغی هاکی از سرخوشی روی شن فرود آمد. گفتم اگه قرار کشتی بگیریم بهتر اصولی کار کنیم. باشه، اصولی چطوریه؟ گفتم کشتی سومو و بعد چوبی برداشتم و روی شن نرم دایره ای کشیدم. اولین نفری که بتونه اون یکی رو از دایره بندازه بیرون برنده است. رسم و رسوم قبل از هر دور را نشانش دادم، همچنین اینکه چطور باید بیرون دایره روبروی همچون باتمه بزنیم و یک بار دست بزنیم. این یه دعا تا خدایان تو این جنگ با ما باشن و تنها نمونیم. دیدم لیا اخمهایش در هم فرو رفت اما چیزی نگفت. به آرامی کف دستهایم را بالا بردم، سرم را پایین انداختم و آنها را روی زانوانم گذاشتم و پسرک هم کارهای مرا تقلید میکرد. گفتم این واسه اینه که ارواح خبیث و شکست داده باشیم. و بعد پاهایم را محکم به زمین کوبیدم. کنوت هم همین کار را کرد. به آرامی گفتم آمده، گوش به فرمان. کنوت صورتش را با خشم در هم کشید. حمله! به داخل دایره خیز برداشت و با شانهش به من حمله کرد. پیروزمندانه فریاد زد رفتی بیرون. اثر پایم بیرون دایره جای هیچ تردیدی باقی نمیگذاشت. لیا خندید و دست زد. غرش کنان گفتم هنوز تموم نشده. ریکیشی کنوت از فیم مارک و دوباره چنبات میزدم. هر کی اول 5 امتیاز بگیره فوتا بایما میشه. کنوت در آن طرف به سرعت برای حمله خم شد. فوتا بایاما اسطوره سومو گندبک چاق. آمده؟ گوش به فرمان. دستهایم را پشت کمرش قفل کردم و از دایره بیرون انداختمش. وقتی 4-4 شدیم کنوت آنقدر عرق کرده بود و از پا افتاده بود که فراموش کرد کارهای مقدماتی را انجام دهد و خودش را پرتاب کرد به سمت من. جا خالی دادم، نتوانست به موقع بایستد و تلو خوران از دایره خارج شد. لیا خندید. کنوت صورتش روی شن همانجا بی حرکت دراز کشیده بود. کنارش نشستم. گفتم توی سومو بعضی چیز از برد مهمترن، مثل احترام گذاشتن. چه وقتی میبری چه وقتی میبازی. کنوت سرش در شن بود و به آرامی گفت من باختم. فکر کنم وقتی برده باشی احترام گذاشتن یخته راحت تر. همینطوره. خب مبارک توشه. الان دیگه فوتا چی شدی؟ بایاما. فوتا بایاما درود میفرسته برات. هاگورویاما شجاع. سرش را بلند کرد. شن به صورت خیسش چسبیده بود. اون دیگه کیه؟ شاگرد فوتا بایاما. هاگورویاما هم به درجه استادی رسید. واقعا؟ یعنی فوتا بایاما رو شکست داد؟ آره، بازی گرفته شما باید اولش چند تا چیز رو یاد میگرفت، مثل این که چطور میشه باخت.
کنوت بلند شد، زیر چشمی نگاهی به من انداخت. یعنی باختن آدم آماده تر میکنه اولف؟ به آرامی سرم را به نشانه تایید تکان دادم. دیدم لیا هم توجهش جلب شده. آماده تر میشی؟ پشه ای را که روی دستم نشسته بود له کردم. برای باخت. آماده تر برای باختن؟ خوبه که آدم برای باخت آماده باشه؟ گفتم توی زندگی خیلی اوقات برای کاری که نمیتونی انجامش بدی تلاش میکنی، معمولا بیشتر از این که ببری میبازی. حتی فوت بایاما هم قبل از این که ببرمش میباخت. پس بهتره برای کاری که قرار زیاد برات اتفاق بیفته آماده باشی، اینطور نیست؟ گمون کنم. درباره اش فکر کرد. اما آمادگی برای باخت یعنی چی اصلا؟ از پشت پسرک نگاه خیره لیا را دیدم. گفتم یعنی جرأت باخت دوباره. لیا گفت غذا حاضره. پوست ماهی به فویل چسبیده بود. در نتیجه وقتی لیا بازش کرد فقط کافی بود گوشت سفید آن را میکندیم و در دهانمان میانداختیم. گفتم محشرم. خودم هم نمیدانستم منظورم از محشر چیست، اما بهترین کلمه‌ای که به ذهنم رسید همین بود. کنوت زیر لب گفت بازم بریم کشتی؟ شکمم را مالیدم تا نشان دهم خیلی خوردم. مسخره. لب پایینش آویزان شد. لیا گفت برو ببین تخم مرغ دریایی پیدا میکنی یا نه. کنوت گفت تخم مرغ دریایی الان؟ لیا گفت تخمای تابستونه، خیلی کم هستن ولی هستن. کنوت یک چشمش را بست، بعد بلند شد، دوید و بالای شیب جزیره ناپدید شد. روی شن دراز کشیدم و پرسیدم تخمه تابستونه حقیقت دارن؟ گفت به نظرم خیلی چیزا حقیقت دارن. گفتم که کمن. مثل شما ها؟ ما؟ لستدیانی ها. درباره ما اینطور فکر میکنی؟ یکی از چشمانش را در هم کشید و بالاخره فهمیدم کنوت این عادتش را از کجا آورده. در نهایت گفتم نه و هر دو چشمم را بستم. ناگهان باد سردی وزید و من چشمانم را باز کردم. روی لبه پرتگاه آن طرف آب چیزی را دیدم، احتمالاً سایه صخره‌ای بزرگ. به سمت لیا برگشتم. قوز نشسته بود. گفت من فقط میگم امکان وجود همه چی هست، حتی عشق ابدی. ببخشید اما به من مربوط نیست، من فقط مکس کردم. چشمهایم به دنبال آن صخره بود اما نمیتوانستم دوباره پیدایش کنم. تو فقط؟ نفس عمیقی کشیدم. میدانستم پشیمان میشوم. بعد از مراسم کفن و دفن من زیر پنجره اتاق کار وایساده بودم، شنیدم داشتی با برادر شوهر طرف میزدی. پسرک حدود 100 متری ما ایستاده بود و به چیزی در ساحل زل زده بود. از بالا فریاد زدم چی شده؟ به سمت شیء سیاهی که سوار موج بود اشاره کرد و آنجا بود که بویش به بینیم رسید. بوی جسد. لیا همین که به من رسید پرسید چی شده؟ من هم مثل کنوت با دست اشاره کردم. گفت مرگ و تباهی. وقتی خواست به سمت کنوت برود جلویش را گرفتم. شاید بهتر همینجا بمونی، من برم ببینم چیه. گفت نیازی نیست، میبینم چیه. خب چیه؟ بچه. بچه؟ گفت بچه فوک مرده. وقتی پاروزنان برمیگشتیم هنوز شب بود. همه چیز آرام بود. تنها چیزی که به گوش می رسید صدای پاروها بود که از سطح آب جدا می شدند و قطرات آب هنگام سقوط در نور اریب آفتاب مثل الماس می درخشیدند. من عقب قایق نشسته بودم و مادر و پسر را می دیدم که پارو می زنند. داشتم آرام با خودم آهنگ سلانه سلانه از وسط شهر قدم می زنیم را زمزمه می کردم. کنوت با نگاهی جدی سعی می کرد بدنش را با استفاده از کمر و پهلویش ثابت نگه دارد و مثل بزرگ سالها ضرب آهنگ آرام و یک دست پاروهای سنگین را حفظ کند. مادرش پشتش نشسته بود و پارو زدنش را با او تنظیم می کرد تا حرکتهایشان هماهنگ باشد. کسی حرفی نمی زد.
کنوت وانمود میکرد نمیخواهد با پارو زدنش مرا تحت تاثیر قرار دهد، اما با نگاه های یواشکی به من خودش را لو میداد. دهانم را به نشانه تعجب باز نگه داشتم و سرم را با تحسین تکان دادم. تظاهر کرد مرا ندیده، اما میدیدم که با تلاش بیشتری پارو میزد. با تنابی که به قرقره متصل بود قایق را تا روی اسکلت چوبی در آشیانه کشیدیم. جای تعجب داشت که قایق به آن سنگینی به آن راحتی بالا کشیده میشد. به فکرم رسید انسان برای بقا چه استعدادهایی برای کارهای ماندگار از خود به خرج می‌دهد، البته اگر لازم شود. در مسیر سنگریز به سمت خانه‌ها قدم زدیم. کنار یکی از تیرک‌های خط تلفنی که ابتدای راه بود ایستادیم. لیا گفت: خداحافظ آلف. با تو خیلی بهم خوش گذشت. به سلامت خونه برسی و خوب بخوابی. گفتم: خداحافظ. و لبخند زدم. اهالی کاسوند خداحافظی هایشان را خیلی جدی می گرفتند، شاید چون فاصله ها زیاد بود و محیط بیرحمی بود. نمی توانستی مطمئن باشی که به زودی هم دیگر را می بینید یا اصلا می بینید. و خیلی خوشحال می شیم اگه صبح شنبه تو مراسم دعا تو کلیسای محل ببینیمت. این را با لحنی کمی جدی و چهره نگران گفت. مگه نه کنوت؟ کنوت بی صدا و تشنه خواب سرش را تکان داد. ممنونم، اما احتمالاً برای من خیلی دیره که بخوام نجات پیدا کنم. نمیدانم ایهام جمله هم عمدی بود یا نه. گوش دادن به کلام مقدس ضرر نداره. با آن چشمهای عجیب و پرشوری که انگار همیشه در جستجوی چیزی بودند به من نگاهی کرد. گفتم: به یک شرط، اینکه ماشینتونو بهم قرض بدید، بعد از مراسم برم آلتا و چند تا خرت و پرت بخرم. میتونی بشینی پشت فرمون؟ شانه بالا انداختم. گفت: شاید منم بتونم بیام. زحمتت نشه. مامان انقدرام که به نظر میاد آدم آسونگیری نیست. نمیدانم ایهام این جمله عمدی بود یا نه. وقتی به کلبه رسیدم دراز کشیدم و بلافاصله خوابم برد. تا آنجا که به خاطر دارم خواب ندیدم. وقتی بیدار شدم حس کردم اتفاقی افتاده بود، یک اتفاق خوب. خیلی وقت بود که چون این حسی به من دست نداده بود. یعقوب سارا اینطور شروع کرد: من به خدا پروردگار قادر مطلق خالق آسمان و زمین ایمان دارم. دیگران همگی ساکت ماندند تا تمام گواه ایمان را بلند بخواند. بعد ساکت و بدون حرکت به میز خطاب خیره ماند. طولانی مدت، درست همان لحظه‌ای که مطمئن شدم اتفاقی افتاده و دچار نوعی انسداد ذهنی شده، صدایش را بالا برد: مسیحیان عزیز. مکسی دیگر همچنان با سری خمیده ایستاده بود. کت و شلوارش کمی برایش بزرگ بود، درست مثل کسی بود که برای اولین بار میخواست موعظه کند. به آن واعظ مصمم و دنیا دیده‌ای که کنوت تعریفش را کرده بود هیچ شباهتی نداشت. اگر به خودمان نگاهی بیندازیم به هستیمان، صحیح نیست که انسان سراپا تقصیر پشت این منبر بایستد. مکس، به دور و برم نگاهی انداختم. عجیب بود که هیچ کس ظاهراً با جان کندن آشکار آن مرد مشکلی نداشت. قبل از اینکه جمله بعدیش را به زبان بیاورد میشد تا ده بشموری. و این امر ارزشمندی که امروز به خاطرش دور هم جمع شدیم، کلام مقدس و ناب خداوند. باید از خودمان بپرسیم چطور میتوان این کلام را زنده نگه داشت. بالاخره سرش را بالا آورد، مستقیم به ما نگاه کرد. اثری از شک و تردید در نگاه پرنفوذ و قاطعش نبود، هیچ اثری از ذلتی که مدعی بود دچارش شده. ما چیزی جز خاک نیستیم و به خاک باز خواهیم گشت، اما اگر به ایمانمان وفادار باشیم زندگی ابدی در پیش خواهیم داشت. دنیایی که در آن زندگی میکنیم دنیای فانی است. مطمئن نبودم، اما مستقیم به من نگاه نمی کرد. ما بیچارگان بینوا باید در این دنیا زندگی کنیم. کاش بتوانیم از شیطان روی برگردانیم و همین دقایق اندک را در مسیر امید قدم برداریم. سرودی دیگر. من و لیا نزدیک خروجی نشسته بودیم و من به او علامت دادم که می روم بیرون سیگار بکشم. خارج از تالار اجتماع به دیواری تکیه دادم و به صدای آوازی که از داخل می آمد گوش می کردم.
ببخشید میشه یه دونه از اون میخای تابوت به منم بدی؟ تالار اجتماع انتهای جاده بود. حتما ماتیس همین نزدیکی ها منتظر بوده. پاکت سیگار رو جلو بردم. پرسید تونستن نجاتت بدن؟ گفتم نه هنوز. یکم خارج میخونن. خندهش گرفت. آه بعد یاد بگیری چطور درست گوش بدی به سرودا. مردم این دنیایی فکر میکنن دقیق روی نوت خوندن مهمه، اما برای مؤمن ها احساسات همه چیزه. پس فکر کردی برای چی ما سامی ها لاستادیانی شدیم؟ فندکم را به او دادم. زیر لب گفت اینم از سرود و آواز مزخرف و کسر کننده. همزمان با هم پک میزدیم و گوش میدادیم. وقتی سرود تمام شد باز پدر لیا شروع کرد به موعظه. پرسیدم واعظ باید جوری رفتار کنه انگار اون پشت داره عذاب میکشه؟ کی؟ یعقوب سارا؟ ماتیس سرش را پایین انداخت و صدایش را مثل واعظها در گلو انداخت. از زمانی که مرا انتخاب کردند راهنمای این جمع را به عهده بگیرم، همیشه آرزویم بوده خداوند مرا تسلیم بندگی خود کند، اما همیشه بار سنگین جسم گناهکار بر دوش است. پوکی به سیگارش زد. 100 سال همینطوریه. پسرم بود گفت خودتم جزوشون بودی. ماتیس گفت اما زمانی رسید که نور رو دیدم. و با نارضایتی نگاهی به سیگارش انداخت. ببینم اصلا این تو تنباکو هم هست؟ وقتی الهیات میخوندی ایمانتو از دست دادی؟ آره، اما آدم های اینجا همون لحظهی که را افتادن به سمت اسلو منو گمراه میدونستن. لاستادیانی واقعی نمیره دنبال درس و مشق تا میون و مردم عادی کشیش بشه. اینجا تنها رسالت واعظها اینه که اعتقادات قدیمی و درست و بازگو بکنن، نه مزخرفات مندرآوردی اسلو رو. آخرین سرود هم به پایان رسید و صدای یعقوب سارا دوباره بلند شد. خداوند بردبار است، اما شک نکنید وقتی بی ایمانی هویدا شود همچون سلحشوری شبیخون میزند و زمین و آسمان را از هم میپاشد. ماتیس گفت اونایی که منتظر مجازات مرگ هستن نمیخوان به این زودی ها دوباره سرکلش پیدا بشه. میخوان؟ جانم مطمئنم بعضی خوشحال میشن دیگه توی کاسوند طرف رو نبینن. پک سیگارم نصف ماند. ماتیس گفت خب من نمیدونم اون یارو یونی به سمت شمال رفت یا برگشت کنه، اما اینکه اون چیزی رو که میخواست پیدا نکرد دلیل نمیشه بر نگرده اینجا. دود سیگار با سرفه از دهانم خارج شد. البته یه دفعه بر نمیگرده، نه جات احتمالا همونجا امنه اولف، اما شاید یکی بخواد یه تماسی بگیره، پشت خط یه چیزایی بگه. به خطوط تلفن بالای سرمان اشاره کرد. شاید بابتش پول وعده داده باشن. سیگارم را روی زمین انداختم. نمیخوای بگی برای چی اومدی اینجا ماتیس؟ اون گفت پول بلند کردی اولف. شاید اصلا ربطی به ماجرای زنا نداشته باشه. نه جوابی ندادم. پریای مغازه دارم گفت که دیده چقدر داری، منظورم پوله. پس میارزه یه مقداریشو صرف کنی تا مطمئن بشی که طرف دیگه بر نمیگرده. اینطور نیست اولف؟ و این داستان چقدر آب میخوره برام؟ نه اونقدری که طرف پیشنهاد داده، میای کم کمتر. چرا کمتر؟ چون گاهی شبا شک میافته به جونم. اگه اون وجود داشته باشه و درست مثل یونه برگرده تا زنده ها و مرده ها رو کیفر کنه چی؟ بهتر نیست کارهای خوب آدم بیشتر از کارهای بدش باشه تا مکافاتش تخفیف پیدا کنه؟ تا یکم کمتر از ابد با حرارتی کمتر بسوزه؟ خواهی بابت لو ندادن من باج کمتری بگیری چون فکر میکنی این کار خوبیه؟ ماتیس به سیگارش پک زد. گفتم یکم کمتر. نمیخوام ادای قدیسا رو در بیارم. 5000 تا دزد سرگردنه ای ماتیس. صبح بیا ببینمت. نوشیدنی حسابی و سکوت حسابی. این چیزا خرج دارن. مثل قاز پرکنده تاتی تاتی کنان راهش را گرفت و رفت. برگشتم داخل و نشستم. لیا با کنجکاوی نگاه هم میکرد. یعقوب سارا گفت امروز مهمانی در جمع من داریم.
و صدای خشخش لباس افرادی را که به سمتم برگشتند شنیدم. به من لبخند می زدند و سری تکان می دادند. خونگرمی و صمیمیت بی قلقش. از خداوند استدعا داریم او را تحت مراقبت خود قرار دهد تا سفرش به سلامت طی شود و به زودی بازگردد به جایی که به آن تعلق دارد. سرش را خم کرد و جمعیت هم همین کار را کردند. دعایش زیر لبی و نامفهوم بود و حاوی عبارات و واژه های کهنه‌ای بود که شاید برای اعضای آن جمع معنادار بود. یک واژه خاص در گوشم زنگ زد. به زودی. مراسم با سرود تمام شد. لیا کمک کرد متن سرود را پیدا کنم. من هم به آوازشان پیوستم. آهنگش را بلد نبودم اما سرود آنقدر آرام بود که باید کمی عقب می‌ماندی و فراز و فرود نوت ها را دنبال می‌کردی. خواندن. حس این کتارهای صوتی هم می‌لرزید خوشایند بود. احتمالاً لیا این خوشایندی را با علاقه به واژه‌ها اشتباه گرفته بود چون دائم لبخند می‌زد. هنگام خروج شخصی که بیرون ایستاده بود به آرامی بازویم را گرفت و مرا دوباره به سمت تالار برد. یعقوب سارا بود. مرا تا پای پنجره برد. لیا را می دیدم که از درگاه خارج شد. پدرش صبر کرد تا آخرین نفر خارج شود و بعد سر صحبت را باز کرد. به نظرت زیبا نبود؟ گفتم تا اندازه ای. سرش را تکان داد و حرف مرا تکرار کرد. تا اندازه ای. نگاهم کرد. به سرت زده لیا رو با خودت از اینجا ببری؟ تواضع و آرامش صدایش از بین رفته بود و نگاهی که از زیر ابروهای پرپشتش به من انداخت مرا به دیوار میخکوب کرد. نمیدانستم جوابش را چطور بدهم. داشت شوخی میکرد که من به سرم زده با دخترش فرار کنم یا شاید شوخی نمیکرد که به سرم زده با دخترش فرار کنم. گفتم بله. بله. یکی از ابروهایش بالا رفت. بله دارم میبرمش آلتا. بعد برش میگردونم. در واقع اون در منو میبره. ترجیح داد خودش پشت فرمون بشینه. آب دهانم را قورت دادم. امیدوار بودم دردسر درست نکرده باشم. شاید راندن ماشینی که مرد دیگری در آن باشد برای زنها گناه بود یا چون این چیزی. گفت میدونم میخوای بری آلتا. لیا کنوت و فرستاد پیش ما. شیطان توی آلتا پایگاه محکمی داره. میدونم. قبلا اونجا بودم. خندم گرفت و بلا فاصله از خندم پشیمان شدم. حالت صورتش اصلا تغییر نکرد. فقط چشمهایش برقی زد و به همان سرعت محو شد. انگار پتکی به صخره‌ای برخورد کرده باشد. گفتم متاسفم من فقط یه مسافرم. به زودی از اصلا خلاص میشید و همه چی برمیگرده به وضعیت سابقش. وضعیتی که ظاهراً خوشتون میاد. مطمئنی؟ نمیدانستم منظورش این بود مطمئنم که همه چیز به حالت عادی برمیگردد یا اینکه مطمئنم که آنها از این وضعیت خوششان میآید. فقط میدانستم که اصلا علاقه‌ای به ادامه این گفتگو ندارم. به سمت پنجره برگشت و گفت من این کشور رو دوست دارم. نه به این دلیل که حاصل خیز یا مساعده، همطور که میبینی پراکنده و نامساعده. به این دلیل دوستش ندارم که زیبا یا ستودنیه. یه کشور یه مثل کشورهای دیگه. به این دلیل هم دوستش ندارم که منو دوست داره. دوستش دارم چون کشورمه. بس هر کاری بتونم برای دفاع ازش میکنم. درست همون کاری که پدر در حق حتی زشت‌ترین و احمق‌ترین بچه‌ش انجام میده. متوجهی؟ سرم را تکان دادم که بداند متوجهم. 22 سالم بود که عضو جنبش مقاومت علیه آلمانا شدم. اونا اومدن اینجا به کشورم تجاوز کردم. من چی کار میکردم؟ وسط زمستون رو این فلات دراز به دراز افتادم. از گشنگی و سرما نزدیک بود بمیرم. هیچ وقت نشد به آلمانا تیراندازی کنم. مجبور شدم آتشم به کشتن و سرکوب کنم چون اگه هر اقدامی میکردیم اونا سر مردم عادی تلافی میکردن. اما نفرت رو با تمام وجود حس کردم. نفرت رو حس کردم. گرسنگی کشیدم. یخ زدم. منتظر موندم و وقتی اون روز بالاخره اومد و آلمان از اینجا رفتم باور داشتم این کشور دوباره مال من شده. اما بعد متوجه شدم روسایی که به منطقه ما اومده بودن فکر رفتن تو سرشون نبود. به سرشون زده بود بعد از آلمان ها اونا کشورمو بگیرن. از فلات که سمت خرابه های سوخته برگشتیم خانوادم رو با 4 تا خانواده دیگه توی لوو پیدا کردم.
کلتم و پر کردم، منتظر موندم تا وقتی یکیشون سر رسید و دم در لبه و جایی که یه چراغ پارافینی آویزون کرده بودم با ایستاد، قلبش رو نشونه گرفتم و شلیک کردم، عین یه گونی افتاد. بعد سرش رو از تنش جدا کردم، گذاشتم کلاه نظامیش رو سرش بمونه و آویزونش کردم بیرون لبه. هیچ کدوم از اینا برام معنایی نداشت، مثل این بود که یه ماهی کادو بکشم، سرشو ببرم آویزونش کنم به چنگک. دگمه های جلیقه کت کهنه‌اش را بست، یقه کتش را با دست پاک کرد. من این کارو کردم و اگه مجبور بشم بازم میکنم. تو هم از داراییات محافظت کن. مستقیم به من نگاه کرد. گفتم شاید بهتر بود به افسران میگفتی، همین نتیجه رو میگرفتی. شاید، اما من ترجیح دادم خودم دست به کار بشم. یعقوب سارا دستش را روی شانه هم گذاشت، گفت حس میکنم بهتره جانم. شونت؟ بعد لبخند ملیحی تحویلم داد و ابروهای پرپشتش را طوری بالا داد انگار به کاری فکر میکند که باید عملی شود. من به زندگی پس از مرگ باور نداشتم، اما به مرگ پس از زندگی چرا؟ در هر صورت این الان عمیق‌ترین خواسته و امیدم بود. 2 روز از بسته شدن در پشت سر لیا گذشته بود. 2 روز در تخت خواب، در کلبه، 2 روز در سقوط آزاد به داخل حفره و من یکی از بطری‌ها را تمام کرده بودم. خب، پس چطور این داستان را تمام کنیم؟ تشنه آب از تخت بیرون زدم و تلو تلو خوران به سمت نهر رفتم. در آب زانو زدم و نوشیدم. بعد نشستم به تماشای انعکاس خودم در گرداب کوچکی پشت چند سنگ و آن هنگام فهمیدم به انعکاس شلیک بکنی. پس چه؟ آنها نمی آمدند مرا گیر بیاندازند. این من بودم که خودم را گیر میانداختم. همین جا تمام می شود. چه چیز این جریان کوفتی انقدر مزخرف بود؟ بس می گفت سنگوات رو دیاس. زندگی همین 4 روز است. خاطر این تصمیم تقریبا از خود بی خود شدم و به سرعت به کابین برگشتم. تفنگ به دیوار تکیه داده بود. تصمیم خوبی بود، بدون هیچ عواقبی برای باقی انسان‌های دنیا. هیچ کس برایم گریه نمی‌کرد، دلش برایم تنگ نمی‌شد و سختی نمی‌کشید. در واقع سخت می‌شد آدمی بی ارزش‌تر از من پیدا کرد. یک کلام، این تصمیم به نفع همه بود. پس تنها کاری که لازم بود انجام بدهم این بود که دست به کار بشوم، قبل از آن که ترس برم دارد، قبل از آن که مغز نابکار و نامطمئنم بتواند دلیل مذبوحانه‌ای برای ادامه این وجود نحس پیدا کند. بلند شدم، آن را کنار در گذاشتم و رفتم به سمت پنجره‌ای که رو به روستا بود. کسی را نمی‌دیدم، دوربین را برداشتم. هیچ چیز. برای احتیاط سمت دیگر را هم چک کردم، سمت جنگل. هیچ چیز. دوربین را بلند کردم تا خط و رأس آن طرف درخت‌ها را هم چک کنم. همانجا بودند، 4 نفر بودند، اما آنقدر دور بودند که نمی‌شد تشخیص داد چه کسانی هستند به جز یکی، و می‌شد حد زد آن 3 نفر دیگر که هستند. بدن ماتیس از سوی به سوی دیگر می‌رفت. از قرار معلوم پولی که به او داده بودم کافی نبود و پیشنهاد طرف دیگر را هم قبول کرده بود. احتمالاً پول بیشتری از آنها گرفته بود تا راه پشتی را نشانشان بدهد تا بتوانند بدون اینکه دیده بشوند غافلگیرم کنند. دیر آمده بودند. خودم کار را برایشان تمام می‌کردم. نمی‌خواستم قبل از مرگم شکنجه بشوم، نه فقط به خاطر درد زیادش، بلکه به خاطر اینکه زمان زیادی طول نمی‌کشید که فریاد بزنم پول‌ها را در دیوار کلبه و مواد را زیر تخت چوب کف یک آپارتمان خالی جاساز کردم. خالی بود چون ظاهراً مردم تمایلی نداشتند در آپارتمانی زندگی کنند که صاحبان قبلیش خودشان را کشتند. از این نظر تورالف با شلیک کردن به خودش در آپارتمانش مرتکب اشتباه محاسباتی مالی شده بود. باید مکانی را انتخاب می‌کرد که وارثانش گرفتار سقوط ارزش مالیش نشوند، مثلا یک کلبه شکار در جایی دور افتاده. به تفنگ که به دیوار تکیه داده بودم نگاه کردم، اما دست به آن نزدم. وقت زیادی داشتم. آنها بایست از میان درختان می‌گذشتند و حداقل 10 دقیقه طول می‌کشید تا برسند اینجا، شاید هم 15 دقیقه، اما این دلیلش نبود. ناقوس های کلیسا به صدا در آمده بودند، برای من به صدا در آمده بودند و او بود که تناب هایشان را می کشید. برایش اهمیتی نداشت که شیش و مردم روستا چه چیزی بگویند. زندگی خودش را نادیده گرفته بود، چون ماتیس بالاخره متوجه می شد هدف او چیست.
فقط به یک چیز فکر میکرده، به مردی که نمیخواست دوباره ببیندش اختار کند که یونی در راه کلبه است و این چیزها را تغییر میداد، خیلی چیزها را. دیگر داشتن به درخت ها نزدیک میشدند و با دوربینم میتوانستم پرهی به سه نفر دیگر را ببینم. یکی از آنها مثل پرنده ها بود، گردنی باریک و بیرون زده از کتی که به تنش زار میزد. یونی. چیزهایی را میدیدم که از بالای شانه های آن دو نفر دیگر بیرون زده بود. تفنگ، تفنگ خودکار احتمالاً. فیشرمن در انبار نزدیک اسکلش یک کانتینر پر از تفنگ داشت. گزینه هایم را مرور کردم. اگر میخواستند به کلبه یورش بیاورند بایست با تمامشان یک جا مواجه میشدم، اما این کار را نمیکردند. ماتیس کمکشان میکرد از موقعیت استفاده کنند و از سمت نهر آرام آرام آنقدر به کلبه نزدیک شوند که بتوانند با شلیک آن را تکه تکه کنند. به اطراف نگاهی انداختم. هر چیزی که میشد پشتش پنهان بشوم چوبی بود. در این صورت بهتر بود میرفتم جلوی کلبه و برایشان دست تکان میدادم. به عبارت دیگر تنها گزینه پیش رویم این بود که قبل از اینکه آنها به من شلیک کنند من دست به کار بشم. مجبور می شدند برای این کار جلوتر بیایند، من هم مجبور می شدم به صورتشان نگاه کنم. سه تا از آنان در میان درخت ها ناپدید شدند. چهارمی یکی از کت و شلواری هایی که تفنگ داشت عقب ماند و با فریاد چیزی گفت که نفهمیدم. تا چند دقیقه دیگر هنوز نمی توانستند مرا از میان جنگل ببینند. این تنها فرصت من برای فرار بود. می توانستم به روستا فرار کنم و سوار فولکس قورباغه‌ای بشوم. اگر می خواستم این کار را بکنم همین الان وقتش بود. کمربند پول را بقاپم و دانخت. به نظر می رسید بالای بوته‌زار به سمت جنگل در حال پرواز هستند. تازه فهمیدم طرف چه چیزی را فریاد زد و اینکه فکر همه چیز را کرده بودند. سگ دوتا ساکت. به نظرم رسید سگ هایی که هنگام دویدن واق واق نمی کنند باید خیلی خوب تربیت شده باشند. هر چقدر هم سری می دویدم شانسی برای فرار نداشتم. اوضاع داشت وخیم می شد، شاید نه به وخامت سه دقیقه پیش، اما وضعیت الان کاملا فرق داشت. صدای دور و کم جان ناقوس کلیسا نه تنها به من میگفت چند نفر مشکوک داشتند سراغم میآمدند، بلکه میگفت که اکنون چیزی برای از دست دادن داشتم. مثل این است که همزمان دو چاقو به شما بخورد، یکی سرد و دیگری داغ، یکی خوشبختی و دیگری ترس از مردن. امید واقعا چیز مزخرفی است. به اطرافم نگاه انداختم، نگاهم به چاقوی کنات افتاد. خوشبختی و ترس از مردن، امید. منتظر ماندم تا مرد چهارم و سگ‌ها در جنگل ناپدید شوند. بعد کمربند پول را از پشت دیوار قاپیدم، در را باز کردم و دویدم. وقتی کنار گوزن زانو زدم فوجی از مگس ها از رویش به هوا رفتند. دیدم که دیگر مورچه ها هم سراغش آمدند. انگار پوست لاشه برم کرده اش زنده بود. از روی شانه هم به عقب نگاهی انداختم. کلبه بین من و درخت ها بود، پس می توانستم تا وقتی به کلبه می رسند همانجا مخفی بمانم. اما خیلی زمان نداشتم. چشمهایم را بستم و چاقو را در شکم گوزن فرو کردم. گاز داخل شکمش که بیرون زد ناله ای طولانی سر داد. بعد چاقو را تا پایین نافش کشیدم. دل و روده اش که بیرون می ریخت نفسم را حبس کرده بودم. خون کمتر از مقداری بود که انتظار داشتم. احتمالاً پایین لاشه جمع شده بود، شاید هم دلمه بسته بود یا خورده شده بود. کرم‌های شیری رنگ می‌خوردند و می‌خزیدند و چند برابر می‌شدند و در همان حال لاشه به خود می‌پیچید. لعنتی. نفسم را حبس کردم، چشم‌هایم را بستم، استفراغ داخل گلویم را فرو دادم و شال ابریشمی را دور دهان و بینیم بستم. بعد هر دو دستم را به درون لاشه فرو بردم و کیسه بزرگ و لزجی را که به گمانم معده‌اش بود بیرون کشیدم. باید با چاقو این طرف و آن طرفش را می‌زدم تا جدا بشود. قل خورد روی بوته‌ها. به تاریکی درون لاشه خیره شدم. نمیخواستم بروم داخلش. در عرض چند دقیقه، شاید هم چند ثانیه سر و کلشان پیدا میشد، اما هنوز نمیتوانستم خودم را داخل آن لاشه متعفن آشولاش جا کنم. بدنم کم آورده بود. صدای واق واق یکی از سگ‌ها را شنیدم. گندش بزنن. به لیا فکر کردم که خنده ای آرام به صورتش مینشست و به صدای گرم و پرنفوذش که میگفت تونستی آلف؟ آب دهانم را قورت دادم. بعد لبه های پوست شکمش را باز نگه داشتم و خودم را در لاشه جا دادم. با اینکه گوزن بزرگی بود و کلی امعا و احشایش را درآورده بودم باز هم جا زیاد نبود. باید کاملا مخفی می شدم. مجبور بودم دور خودم بپوشانمش. با مایه های فراوان نوچ شده بودم و داخلش بر اثر گازها، انرژی ناشی از تجزیه شدن و مجموع گرمای حشرات ریزی که وول می خوردند داغ شده بود. درست مثل داغی درون لانه مورچه ها. دیگر نمی توانستم جلوی استفراغم را بگیرم و پشت سر هم بالا می آوردم.
کم کم احساس بهتری به من دست داد، اما هنوز از بیرون معلوم بودم. چطور باید شکاف شکم را می پوشندم؟ سعی کردم دو لبه شکاف را محکم بگیرم و آن را ببندم، اما انقدر لزج بودند که از دستم در می رفتند. تازه مشکلات مهمتری هم داشتم. در بوته‌زار دو سگ بزرگ سیاه به سمتم می دویدند. به گوزن حمله کردند و یکیشان سرش را داخل لاشه آورد و واق واق کرد. با چاقو حمله ور شدم و سرش ناپدید شد. بعد واق واق شروع شد. باید قبل از اینکه می‌رسیدند شکاف لاشه را می‌بستم. صدای واق واق بیشتر می‌شد و بعد صدای آن مردها را شنیدم. تو کلبه کسی نیست. اونجا مثل که یه حیوان افتاده. چاقو را پایین شکاف روی پوست گوزن گذاشتم. بالای پوست را به داخل کشیدم و موفق شدم چاقو را فرو ببرم. اما دوباره پوست از دستم در رفت. چاقو را مثل قرقره استفاده کردم. دو دور کافی بود. بعد شکاف بسته شد. دیگر باید منتظر می‌ماندم و امیدوار می‌بودم که حرف زدن به سگ‌ها نیاموخته باشند. صدای پاها نزدیک‌تر می‌شد. سگا رو ببر سرکر. فکر کردم می‌تونی کنترلشون کنی. مرمورم شد. بله، این صدای مردی بود که آپارتمانم آمده بود مرا بکشد. یونی برگشته بود. سترکر گفت حتما از خاطر این لاشه است. وقتی مغزت کوچیک باشه و غریزت زیاد همین میشه دیگه. درباره سگا حرف میزنی یا خودت؟ صدای مرد سوم آمد. خیال خدا چه بود گندی. بلافاصله صدایش را شناختم. برین هیلد سن اتاق پشتی، همانی که همیشه تقلب میکرد. چی های شاخش گیر کرده؟ چه دل رو در ریخته رو زن؟ دقیقا چه کنی؟ ماتیس گفت گرگا اومدن سراغش. ببخشید میگم، اما زیاد از این بو تنفس نکنی، سمیه. جدی؟ صدای آرام یونی. ماتیس گفت بوتولیسم. هاگا تو هوا هستن. یه هاگ کافیه برای کشتن یه آدم. لعنتی، بعد از این همه درد سر من اینطوری میمیرم اینجا به خاطر چند باکتری آشغال؟ ماتیس ادامه داد نشونش خستگی دردناک چشماست. در ضمن بگه نمیتونی حرف بزنی، برای همینه که ما گوزنای مرده رو سری میسوزونیم. به خاطر همینه که ما هنوز میتونیم همدیگر ببینیم با هم حرف بزنیم. مکس کردند. می توانستم تصور کنم یونی به ماتیس خیره شده و سعی می کند معنای نیشخند مرموز ماتیس را بفهمد. یونی گفت سرکه رو برین هیلدسن، کلبه رو زیر رو کنید. اون سگای لعنتی رو با خودتون ببرین. برین هیلدسن اصرار کرد. چه نیست، امکان نداره اونجا باشه. خودم می دونم. ما اگه پول و مواد رو بتونیم پیدا کنیم معلوم میشه هنوز همین دور براست. صدای شدید واق واق سگ‌ها را که کشیده و دور می‌شدند می‌شنیدم. ببخشید می‌پرسم، اما اگه چیزی پیدا نکنین چی؟ یونی گفت منظورت معلوم میشه راست میگفتی. ماتیس گفت مطمئنم خودش بود که قایقو میروند. همین 5 متری ساحل بود، اونم که یه جنوبی زشته، همچه قیافه این طرفا پیدا نمیشه. با یه قایق مناسب و باد موافق میتونه تو یه روز کلی اینجا دور شده باشه. تو هم نصف شب تو ساحل دراز کشیده بودی؟ خطه تابستون بهترین جا برای خوابه. احساس کردم چیزی روی پایین ساق پایم میخزد. خیلی بزرگتر از کرم یا مورچه به نظر میرسید. با دهانم نفس میکشیدم نبینی. مار یا موش؟ خواهشن موش باشد. یک موشه با نمک فرفری، حتی اگر گرسنه باشد، اما نه یک. جدی؟ صدای یونی باز پایین تر آمده بود. سریع ترین راه از روستا به اینجا از بالای جنگل و دور زدن گل تپه است. بیشتر از یه ساعت طول کشید. آخرین باری که خودم اومدم نیم ساعت هم طول نکشید. بله، اما اگه خونه بود که به شلیک میکرد. حیوان یا هر چیزی که بود داشت روی پایم حرکت میکرد. حس کردم باید آن را کنار بزنم، اما میدانستم کوچکترین حرکت یا صدایی جایم را لو میداد. یونی با پوزخند گفت میدونید چیه؟ بعید میدونم. جدن شد هدف کم ارزی باشی جنوبی، اما سرت اندازه کافی بزرگ هست. نه این که یون هانسن بلد نباشه چجوری شلیک کنه، جربزشو نداره. واقعا؟ خب اگه زودتر میگفتی از یه راه سریعتر میآوردمتون. من بهت گفتم سامی حرومی از زبان نروژی شمالی. آن موجود به زانویم رسیده بود و داشت به سمت رانم حرکت میکرد. ناگهان متوجه شدم که داخل شلوارم است. صدایم در آمده بود یا حرکت کرده بودم؟ این صدای چی بود؟
حالا سکوت مهسان بیرون، نفسم را حبس کردم. خدایا، این را نگفته بودم، اما داخل لاشه حیوان با آن فکر کرده بودم. انقدر بلند بلند دربارش فکر کرده بودم که انگار گوشه خیابان ایستاده باشم و فریادش زده باشم. دیوها رفته بودند، درست همانطور که وقتی بچه بودم از زیر تختم داخل جعبه اسباب بازی هایم یا کمد غیب می شدند. اینقدر ساده بود؟ فقط باید دست به دعا بر می داشتی؟ بیرون کلبه نشسته بودم و سیگار می کشیدم و اطراف را نگاه می کردم. ابرهای سنگین و خاکستری داشتند تمام آسمان را می پوشندند و تاریکی را با خود می آوردند. انگار آسمان تب کرده بود، به طرز طاقت فرسایی مهالود و گرم، و یک لحظه بعد با وزش باد از سرما سوزناک بود. خدا، رستگاری، بهشت، زندگی ابدی، فکر مطبوعی بود. چیزهایی را که با خود می بردم جمع کردم: لباس، کفش، کت، تفنگ و دوربین. هنوز ابرها نم پس نداده بودند، اما خیلی طول نمی کشید. یونی بر می گشت. واضح بود که حرفای ماتیس را باور نکرده و این درست‌ترین کاریست که درباره ماتیس می شود کرد. راه فرعی دور تپه، گورکا، بوتولیسم، این که دیده بود با قایق رفتم، مراسم دفن ویلیام سوارت شین. از سالهایی که در دانشگاه تلف کردم چیز زیادی به خاطر نداشتم، اما ویلیام بلکستون را یادم می آمد، فیلسوف حقوق قرن 18 که دقیقا همان جایی بود که ماتیس قرار داشت، دوراهی بین عدالت و ایمان به خدا. او را یادم بود چون به خاطر می آوردم پدر بزرگ او اسحاق نیوتن، گالیلئو گالیله و سورن کیرکگارد را نمونه اشخاص باهوشی می دانست که حاضر بودند برای فرار از مرگ اعتقادات مسیحی را باور کنند. ماتیس به من خیانت نکرده بود، بلعکس جانم را نجات داده بود. پس چه کسی به یونی خبر داده بود که من هنوز در کاسوند بودم؟ وزش بادی دیگر، انگار هوا هم میخواست به من بگوید راه بیفتم. صدای رعد از سمت غرب میامد. باشد باشد، الان راه میفتم. شب بود. اگر یونی و آدمهایش هنوز در کاسوند بودند، حتما یک جایی خوابیده بودند. سیگارم را با دیوار کلبه خاموش کردم، کیف چرمی را برداشتم و تفنگ را روی شانه‌ام انداختم. بدون اینکه رویم را برگردانم مسیر را پیاده رفتم، فقط روبرو. از این به بعدش همینطور باید می بود. هر چیزی که پشت سرم بود متعلق به همانجا بود. وقتی به مسیر سنگریز قدم گذاشتم، آسمان رعدی زد و غرید. آنقدر تاریک بود که فقط شکل خانه‌ها و چند پنجره‌ای را که روشن بود می‌توانستم ببینم. نه به چیزی اعتقاد داشتم، نه انتظار چیزی را داشتم و نه امیدی. فقط می‌خواستم صدایش کنم، تفنگ و دوربین را پس بدهم و به خاطر امانتی‌هایش از او تشکر کنم و به خاطر نجات زندگیم و از او بپرسم احیاناً می‌خواهد باقی زندگیش را با من سر کند یا نه، و بعد بروم با او یا بدون او. از کنار کلیسا رد شدم، خانه آنیتا، تالار اجتماعات و بعد جلوی خانه لیا ایستادم. خانه، گاراژ و ولوی اسقاطی لحظه‌ای با نور آبی شبهواری روشن شدند. بعد پیش از شروع طوفان غرش دیگری آمد. در آشپزخانه بودند. از پشت پنجره دیدمشان. چراغ داخل روشن بود. به پیشخان تکیه داده بود. بدنش با حالتی غیر طبیعی به سمت عقب قوس برداشته بود. اوه ایستاده بود و سرش را جلو آورده بود و چاقویی در دست داشت. بزرگتر از چاقویی بود که برای من کشیده بود. جلوی صورت لیام را تکان میداد، تهدیدش میکرد. لیا بیشتر به عقب خم شد تا از چاقو و برادر شوهرش فاصله بگیرد. گردن لیا را با دست آزادش گرفت و دیدم لیا جیغ زد. تفنگ را روی شانه‌ام گذاشتم. سرش را در مگس که نشانه گرفتم. نیم روخش از پنجره معلوم بود، پس می توانستم به شقیقه‌اش شلیک کنم. فکر مبهمی درباره انعکاس نور در سرم می چرخید. کمی تفنگ را پایین آوردم به ارتفاع سینه، آرنجم را بلند کردم، یک نفس عمیق فرو بردم. برای نفس بیشتر وقت نبود. آرنجم را دوباره پایین آوردم، نفسم را بیرون دادم و به آرامی ماشه را فشار دادم. به طرز عجیبی آرام بودم. بعد یک برق دیگر آسمان را پاره کرد و دیدم سرش ناخودآگاه به سمت پنجره برگشت. همه چیز اطرافم دوباره تاریک شده بود، اما او هنوز به شیشه زل زده بود. به من، مرا دیده بود. از آخرین باری که دیده بودمش حالش خرابتر به نظر می‌رسید. حتما چندین روز می نوشی کرده بود. روانپریش به خاطر کمبود خواب یا دیوانه عشق، دیوانه غصه از دست دادن برادرش، دیوانه گیر افتادن در زندگی که نمی‌خواستش. بله، شاید همین بود، شاید مثل من بود. به انعکاس شلیک می‌کنی. پس سرنوشتم اینطور بود: شلیک به یک مرد، دستگیر شدن به دست پلیس و محکوم شدن و افتادن به زندان، جایی که افراد فیشرمن به زودی سر و کلشان پیدا می شد و همه چیز را خاتمه می دادند. باشد، قبول می کنم.
مسئله این نبود، مسئله این بود که صورتش را دیدم. احساس کردم فنر ماشه قوی تر شده و انگشت اشارم را که ضعیف شده به عقب میراند. نمیتوانستم کار را تمام کنم. یک بار دیگر نمیتوانستم کار را تمام کنم. صدای رعد دیگری بالای سرم غرید، مثل صدای شخصی که فرمانی را فریاد میزد. کنوت. حتی فوتابایاما هم قبل از اینکه ببرد همش میباخت. نفس عمیق دیگری فرو بردم. از شر گرفتاریم خلاص شده بودم. مگسک را درست روی صورت کریه اوه گرفتم و شلیک کردم. صدای شلیک در سقف پیچید. تفنگ را پایین آوردم. از شیشه خرد شده به داخل نگاه کردم. لیا دستانش را جلوی دهانش گرفته بود و به پایین خیره شده بود. روی دیوار سفید بالای سرش هنگار اثری گروتسک از یک گل رز نقاشی شده باشد. آخرین پژواک صدا هم از بین رفت. حتما کل کاساند صدایش را شنیده بودند. حتما مردم روستا به زودی به جنب و جوش می افتادند. از پله ها بالا رفتم، در زدم، نمیدانم چرا. رفتم داخل. لیا هنوز در آشپزخانه ایستاده بود. از جایش تکان نخورده بود و خیره شده بود به جسدی که روی زمین غرق خون بود. سرش را بالا نیاورد. نمیدانم حتی متوجه شد من آنجا هستم یا نه. حالت خوبه لیا؟ سرش را تکان داد. کنوت. لیا زمزمه وار گفت. فرستادمش خونه پدرم. فکر کردم اگه بفهمن چرا صدای ناقوس رو در آوردم میان اینجا. گفتم ممنونم، تو جونم رو نجات دادی. سرم را کج کردم و به جسد نگاه انداختم. با چشمهای کج و موبج به من زل زده بود. آفتاب سوخته تر از دفعه قبل بود و صورتش درس نخورده بود، به جز یک سوراخ ظاهرا بی‌ضرر روی پیشانی درست زیر چتر موهای بلندش. لیا زمزمه وار گفت. برگشت. میدونستم برمیگرد. آن موقع تازه فهمیدم که گوش چپش سالم بود. بعد کم کم متوجه شدم. وقتی لیا گفت برگشته منظورش، لیا گفت میدونستم که هیچ دریا و زمینی نمیتونست این شیطان رو ببله. فرقی نمیکنه چقدر روش خاک بریزیم. هوگو بود، برادر دوغلو. به انعکاس شلیک کرده بودم. چشمهایم را محکم بستم، دوباره بازشان کردم، اما چیزی عوض نشده بود. رویا ندیده بودم. شوهرش را به قتل رسانده بودم. باید گلویم را صاف میکردم تا صدایم شنیده بشود. فکردم و بست. به نظر میرسید میخواد بکشدت. بالاخره به من خیره شد. هم بهتر که جای اوه هوگو رو کشتی. البته اوه هیچ وقت جرأت نمیکرد بهم دست بزنه. سرم را به سمت جسد تکان دادم. یه ضربه چاقو مونده بود. چون بهش گفته بودم. چیو؟ اینکه میخوام بزنم از اینجا برم. اینکه میخوام کلتو با خودم ببرم. اینکه دیگه نمیخوام دوباره ببینمش. اولین کاری که کردیم این بود که جسد را در کیسه های پلاستیکی پیچیدیم و با طناب آنها را بستیم. بعد زمین و دیوار را خوب شستیم. تیر را از دیوار آشپزخانه بیرون کشیدیم. لیا رینگ چرخ‌ها را از فرقون بیرون ریخت و آن را تا گاراژ، جایی که من کنار جسد منتظرش بودم، هل داد. انداختمش توی فرقون. تفنگ را زیر جسد جا دادم. طنابی به جلوی فرقون بستیم تا لیا بتواند کمک کند و آن را بکشد. به اتاق کار رفتم و یکم برده دست پیدا کردم. بعد راه افتادیم. هیچ کس بیرون نبود و خوشبختانه هنوز تاریک بود. حدس می‌زدم 3 یا 4 ساعت دیگر مردم بیدار می‌شوند، اما محض احتیاط روی فرقون برزند کشیدیم. راحت‌تر از آن چیزی بود که فکرش را می‌کردم. وقتی دستهایم خسته می‌شد لیا می‌آمد فرقون را هل می‌داد و من از جلو می‌کشیدم. کنوت دیده بود سوار ماشینی با پلاک اسلو آمده بودند. لیا گفت بوده بوده اومد بهم گفت 3 تا مرد با 2 تا سگ اومدن. میخواست بوده بیاد بهت خبر بده، اما من گفتم خیلی خطرناکه چون سگ دارم، بوی تو رو حس میکنم، ممکنه بیان دنبالت. از رفتم سراغ ماتیس. گفتم به کمکش نیاز دارم. ماتیس؟ وقتی گفتی به خاطر خدماتی که برات انجام میده ازت پول میخواد، فهمیدم جریان چیه. بهش پول دادی تا با اسلو در تماس نباشه که تو رو لو بده. از کجا میدونستی این کارو نکرده؟ چون کار آنیتا بود. آنیتا؟ نه، اومده بود به من تسلیت بگه. اومده بود ببینه چرا من با تو توی ماشین نشسته بودیم. آنیتا. هر کسی به آنیتا قول میدهد پای قولش میایستد. آنیتا سهمی در وجودم داشت. شماره تلفن یونی و ذهنی که 2 تا 4 تا بکند. بالاخره به چیزی که سرایت میداد دوچار شده بودم.
گفتم تو به ماتیس اعتماد کردی؟ بله. اون یه دروغوی باج بگیره. بعد ارزم یه کاسب بدبینه که یه قطره بیشتر از اون چیزی که پولشو دادی بهت نمیده. اما به قول و قرار وفاداره. در ضمن به من مدیون بود. ازش خواستم اونا رو از تو دور بکنه یا حداقل معطلشون کنه تا من برم کلیسا و صدای ناقوسا رو در بیارم. به لیا گفتم که ماتیس چطور با اطمینان میگفت که منو دیده با قایق از کاسوند رفتم و اینکه چطور با اینکه آنها اصرار داشتند کلبه را ببینند کاری کرد که از مسیر فرعی بیایند. اگر از آن مسیر فرعی نمی آمدند احتمالاً آنها قبل از اینکه جهت باد تغییر کند و صدای ناقوس کلیسا به گوشم برسد سرکلشان پیدا میشد. گفتم چه آدم عجیبی. با خنده گفت چه آدم عجیبی. یک ساعت طول کشید تا به کلبه برسیم. هوا به وضوح سردتر شده بود اما ابرها هنوز پایین بودند. خدا خدا می کردم باران نگیرد. الان نه. نمی دانستم این خدا خدا کردن ها داشت به عادت تبدیل می شد یا نه. نزدیکتر که شدیم به نظرم رسید چند چیز بدون صدا ناپدید شدند و با سرعت به سمت بالای تپه ها دویدند. دل و روده گوزن پخش شده بود و لاشه کامل باز بود. همه جا را برای پیدا کردن پول و مواد گشته بودند. تشک پاره شده بود. کابینت دیواری روی زمین بود. اجاق باز شده بود و خاکسترهایش پخش و پلا بود و تخته های کف در آمده بودند و الوارهای دیوار تکه تکه شده بودند. این نشان می داد اگر می خواستند آپارتمان ترالف را هم بگردند جای مواد امن نبود. اما ایراد نداشت چون نمی خواستند بروم سراغشان. در واقع از آن لحظه دیگر نمی خواستند با مواد سر و کار داشته باشند به دلایل مختلف. البته دلایلم زیاد نبودند اما همانهایی که داشتم برایم کاملا قانع کننده بود. لیا بیرون منتظر ماند تا پلاستیک دور جسد را ببرم. قبل از اینکه جسد را روی تخت بیندازم چندین لایه نمد سقف سازی روی تخت پهن کردم. حلقه ازدواجش را درآوردم. شاید وقتی در دریا بود وزن کم کرده بود. شاید هم همیشه کمی برایش گشاد بوده. زنجیری را که پلاک مشخصاتم رویش بود درآوردم و دور گردنش انداختم. بعد با زبانم در دهانم چرخیدم ببینم کدام دندانم شکسته بود. هم برده است را درآوردم و دور همان دندان او محکم کردم و آن را شکستم. تفنگ را روی شکمش و تیر لهیده را زیر سرش گذاشتم. به ساعتم نگاه انداختم. داشت دیر می شد. یک چوب کبریت از جعبش بیرون آوردم. صدای کشیده شدن گوگرد به کنار جعبه کبریت مور مورم کرد و زبان گرفتن شعله را تماشا کردم. حالا کبریت را روی نمد انداختم. ماتیس گفت خب بریم سراغ اصل مطلب. و بعد گلویش را صاف کرد و کاغذها را جلوی صورتش برد. در پیشگاه خداوند خالق و با اختیاری که به نمایندگی از نظام قضایی نروژ به من داده شده ببخشید میپرسم آیا تو اولف هانسن لیا سارا را به عنوان همسر قانونی خودت میپذیری؟ با صدای بلند و رسا گفتم بله. لیا دستم را فشرد. آیا عاشقش خواهی بود؟ احترامش خواهی کرد؟ به او وفادار خواهی بود؟ کاغذهایش را زیر و رو کرد. در خوشی و ناخوشی؟ بله. حالا از تو میپرسم لیا سارا، آیا؟ بله. ماتیس از بالای عینکش نگاهی انداخت. چیو؟ بله، اولف هانسن رو به عنوان همسر قانونی خودم میپذیرم و پیمان میبندم به او عشق بورزم، احترامش کنم و به او وفادار باشم تا زمانی که مرگ ما رو از هم جدا سازد که خیلی هم دور نیست مگه این کمی الان را بیافتیم. ماتیس گفت البته البته و کاغذهایش را زیر و رو کرد. بذارید ببینم، بذارید ایناش. در پیشگاه خداوند و من به نمایندگی از مقامات نروژ شما عهد کردید خیلی چیزا رو و هر کدوم دستش رو به دیگری داد. من خب همینجا ازدواج شما رو رسما اعلام میکنم. لیا به من نگاه کرد. کنوت بیا پایین دیگه. کنوت از پشتم پایین آمد روی زمین و دوباره به سمت ماتیس برگشت. ممنونم، میشه مدارک رو امضا کنی؟ ماتیس گفت البته. بالای خودکاری را به سینه اش زد و با صدای تق آن را آماده نوشتن کرد. اسمش را بالای یکی از مدارک نوشت و آن را به لیا داد. این مدارک رسمیه و هر جا برید اعتبار داره. پرسیدم برای گرفتن مدارک هویت جدیدم به کار میاد؟ تاریخ تولدت اینجاست، اینم از امضاهای ما. همسرت هم میتونه هویت تو به اسم اولف هانسن تایید کنه. پس میشه، باید حداقل برای گرفتن یه پاسپورت موقت از سفارت نروژ کافی باشه. ما هم فقط همینو می‌خواستیم. کجا میرید؟ در سکوت به اون نگاه کردیم. زیر لب گفت آها البته و سرش را تکان داد. موفق بشید. و اینطور شد که در نیمه های شب زوجی بودیم که از کلیسا بیرون می زدیم. من ازدواج کرده بودم و اگر پدر بزرگ راست می گفت اولین بار همیشه بدترین اتفاق ها می افتد. یا
دیگر فقط کافی بود سوار فولکس قورباغه‌ای بشویم و قبل از اینکه کسی بیدار بشود و ما را ببیند از کاسوند فرار کنیم. اما روی پله‌ها ایستادیم و با تعجب به آسمان نگاه کردیم. گفتم خورد کاغذ رنگی، همینو که هم داشتیم. کنوت فریاد زد داره برف میاد. دانه های بزرگ و کرکدار برف و آرامی از آسمان فرود می آمدند و روی موهای سیاه لیا می نشستند. لیا بلند خندید. بعد از پله ها پایین دویدیم و به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم. لیا سویچ را چرخاند. موتور روشن شد. کلاچ را رها کرد و راه افتادیم. کنوت از صندلی عقب پرسید کجا میریم؟ گفتم کاملا محرمانه است، فقط اینو میتونم بگم که پایتخت کشوریه که برای رد شدن از مرزش لازم نیست پاسپورت داشته باشی. خب برای چی داریم میریم اونجا؟ که اونجا زندگی کنیم، کار پیدا کنیم، بازی کنیم. چی بازی کنیم؟ خیلی بازی ها، مثلا مخفی بازی. راستی یه جوک یادم اومد. چطور میشه 5 تا فیلو توی یه فولکس قورباغه جا کرد؟ زیر لب گفت 5 تا. بعد آمد جلو بین دو تا صندلی. تو بگو. دو تا جلو، سه تا عقب. یک لحظه سکوت. بعد به صندلیش تکیه داد و قهقه زد. گفتم خوبه؟ داری پیشرفت میکنی اول، ولی این جوک نبود که. نبود؟ معما بود. قبل از اینکه منطقه فیلم مارک را ترک کنیم خوابش برد.